بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، به برنامه پخش مستقیم امشب خیلی خوش اومدید. در اولین شب هفته پیش رو، شنبه شب، با عنوانی که در پایین صفحه میبینید. قبل از هر چیز امیدوارم که همتون حالتون خوب باشه. منتظر برنامه کودکان، ببخشید، منتظر برنامه پخش مستقیم کانال جدید بوده باشید و از بحثی که امشب هست استقبال کنید. موضوع برای بسیاری از ما آشناست ولی مهمه. وقتی که ماجراجویی هسته‌ای جمهوری اسلامی شروع شد، با کبکب، دبدبه، گردنکشی و نون مردم رو گرو گرفتن، کیک زرد درست کردن، سانتریفوژ ها رو به رخ مردم و جهانیان و رقبا کشیدن و دروغ های بزرگ، اما همچنان دست حکومت جمهوری اسلامی توی جیب مردم بود، توی جیب کارگر بود، توی جیب مزدگیران بود و هر چیزی که ثروت این جامعه بود به تاراج رفت، یا توی جیب آقازاده ها بود یا خرج ماجراجویی های مختلف از جمله ماجراجویی هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. و بعد از سالیان کشمکش، جمهوری اسلامی شکست خورد. خیلی ها گفتن جمهوری اسلامی جام زهر دوم رو هم سر کشید. جمهوری اسلامی شکست خورد و تلاش کرد اول این شکست رو مخفی کنه، اما برای همین دوره شکست اقتصاد مقاومتی، سازش قهرمانانه و غیره رو مردم به خاطر دارن. اقتصاد مقاومتی چی بود و چی هست؟ یعنی مردم مقاومت کنن. مقاومت یعنی چی؟ یعنی وقتی که مردم گرسنگی میکشن، وقتی که مردم نمیتونن به پزشک و دارو دسترسی داشته باشن، وقتی که بچه هاشون پرتاب میشن از درس و مدرسه و به کودک کار و خیابون تبدیل میشن، تحمل کنن. چی رو تحمل کنن؟ یعنی چه چیزی رو مردم باید تحمل میکردن؟ مقصود جمهوری اسلامی اینه، میگه اعتراض نکن، هر بلایی سرت میارم بگو خیلی خوبه، اینا دارن بمب اتم میسازن، با بمب اتم میخوان منو سیر کنن، با بمب اتم میخوان کار ایجاد کنن، با بمب اتم میخوان بچه منو از قعر خیابان و بیغوله کار ببرن سر کلاس مدرسه. غیر ممکنه. قرار نیست بمب اتم نون تو سفره مردم بذاره، قرار نیست بمب اتم شغل و کار ایجاد کنه، قرار نیست بمب اتم برای جوونی که نمیتونه ازدواج کنه امکانات زندگی، تشکیل خانواده و غیره بسازه، نمیتونه برای دانشجویی که رفته چند سال درس خونده، کارشناس شده، مدرک گرفته، تحصیلات کرده و بعد از اون میشه دانشجوی بیکار، تازه برمیگرده به صفی که 5 سال پیش 6 سال پیش جا گذاشته بود، دیپلم بیکار بود، حالا شو لیسانس بیکار، فوق لیسانس بیکار، دکترای بیکار، همینجوری هاج و واج دنیا رو نگاه میکنه. این ماجرای بمب هسته‌ای و انرژی هسته‌ای و سانتریفیوژ ها و غیر است. تا جمهوری اسلامی تونست حقیقت رو مخفی کرد، علنی شد. تا تونست خود پروسه مذاکرات رو مخفی کرد، الان علنی شد. مجبور بیاد بگه هزینه های سنگین پرداختی، مجبوره بیاد بگه فکر نکنین تحریما رو برمیدارن اقتصاد درست میشه، اقتصاد ویرانه، تموم شده از کارش. تلفن های ما برای تماس شما باز هست. ما حقمون رو بعد از تحریم های پایان تحریم ها میخواییم. تا وقتی تحریم ها بود، بهانه جمهوری اسلامی این بود بیکارسازیه چون تحریمه، نون نیست چون تحریمه، لباس نیست چون تحریمه، هر چیز فاسد شده ای رو به خورد مردم دادن، گفتن تحریمیم، ببین ما در حال جنگیم، ببین شیطان بزرگ چه بلایی سر ما آورد، داستان اینجوری به مردم معرفی کردن. اما آقازاده ها فربه شدن، میلیونرها میلیونرتر شدن، سرمایه داران سرمایه دارتر شدن، زندگی مرفه تری داشتن و دارند و سوار سر مردم هستند
و در کنارش مردم فقیر و فقیر و فقیرتر شدن. حتی اون طبقه متوسطی که یه جورایی با سیلی میتونه صورت خودش رو سرخ کنه و خودش رو نگه داره، اونم تموم شد کارش. بالاخره سوخت تموم شد و حالا شد تحریما تموم شده و جمهوری اسلامی تازه اومده میگه حالا نگید فتح الفتوح شد، حالا از اون ور اومده، حالا جنگ دعوایی تو خودشون هست که حتما را سر این موضوع صحبت میکنیم یا خود شما علاقمند بودید صحبت کنید. ولی هر دعوایی تو حکومت اسلامی هست، هر چقدر اینا میخوان تو سر هم بزنن، یه جا موضوع زندگی ماست. زندگی ما چی میشه؟ شب بخیر، بفرمید. شب شما بخیر سیامک بهاری سرور کار دارم. خیلی خوش اومدید سرور عزیز، بفرمید نظرتون چیه؟ بله، من خب نظرم اینه که قبل از برنامه تحریم ها جمهوری اسلامی سالها به مردم وعده و وعید داد منتظر باشید تحریم ها که رفت بشه همه اوضاع گل و بلبل میشه، بعد تقصیر همه بدبختی های مردم رو سر تحریم ها مینداخت و تو بوگ و کرنا میزد و در شرایطی بود که خود متخصصین رژیم میگفتن که با خوشخیال ترین آمار میگفتن نه 20% تحریم ها باعث این فساد و بدبختی و تورم و یک چهارم زیر خط فقر برای اکثریت مردم ایران، یعنی حتی در داخل خودشون اونهایی که به هر حال دستی در اقتصاد دارن، متخصص اقتصادن، یک دلسوزی نسبی داشتن، میگفتن حتی اگر تحریم ها رد بشه در خوشبین ترین شرایط 20% تکثیر این بدبختی که جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده مال تحریم هاست. بمانید الان پا گذاشتیم به مرحله بعد از تحریم و الان میگن که صبر کنیم، تحریم ها تازه تموم شده، بعد به این زودی ها به اصطلاح اوضاع خوب نمیشه، یعنی دارن بر میگردن اعتراف میکنن که این بدبختی، این نابسامانی، این خط زیر فقر، چهار برابر زیر خط فقر، این به اصطلاح همه تعداد کودک کار، این همه تنفروشی، این همه اعتیاد، این همه ناشادی، خودکشی، شما با صبر کنین به خاطر اینکه این بدبختی ها رو غیر مستقیم، اگه میگم تحریم ها علتش نبوده ولی ما بودیم، دزدی های میلیاردی ما بوده، نابسامانی که در عرض این 36 سال با دزدی، با میلیاردها حیف و میل، با میلیاردها حیف و میل در پروژه اتمی ما به وجود آوردیم، ولی اینا رو کراس نمیگن، میگن اقتصاد مقاومتی. تازه در سر این اقتصاد مقاومتی هم دو جناح شدن که بر سر هم میکوبن، که در مسئله انتخابات همینم یه به اصطلاح تشعشعی از اون هست، یه انعکاسی از اون هست که دو جناح سر هم میکوبن. ولی من یه حرف دیگه دارم. من به عنوان یک جوان در انقلاب 57 تو انقلاب بودم، پروسه رو طی کردم، به هر حال وارد احزاب مختلف شدم، زندان شدم، 7 سال زندان شدم بدون محاکمه، 3 دقیقه 2 تا زندان، 2 مورد زندان بودم، یکی 6 ماه یکی 7 سال، بعد آزاد شدم و بعد فرار رو و قرار ترجیح دادم به خاطر اینکه توطئه کشتنم بود. یکم خلاصه کنید، دوستان پشت خط هستن. تشمت من اگه اجازه بدین فقط حق مطلب ادا کنم. بعد اومدم خارج از کشور و به هر حال طی پروسه حزب کمونیست کارگری رو شناختم و تمام آمال و آرزوهام برای رسیدن به اون اهدافی که زندگیمو گذاشتم، 7 سال جوانیمو گذاشتم تو این حزب پیدا کردم. میگیم که به اصطلاح این رژیم به هر حال پاسخگوی هیچ انسانی نخواهد بود، این رژیم رو باید برانداخت، ولی انداختن این رژیم بدون رهبری، رهبری مثل کمونیست کارگری، امکان پذیر نیست. در نتیجه من میگم که مثلا من وقتی وارد این حزب شدم خوشبخت شدم، خوشبختی رو حس کردم، با کمال صداقت میگم حاضرم همه چیم رو در راه این حزب بذارم و به خاطر اینکه این حزب رو از نزدیک تجربه میکنم،
تمامی صداقتش رو حس میکنم، تمامی برنامه هاش رو لمس میکنم. در جایی که در اروپا زندگی میکنم، در نروژ زندگی میکنم، جایی که به عنوان خوشبختر ملت دنیا به ثبت شده، ولی وقتی با حزب روابط درونیش، آدماش، رهبریتش که تنگاتنگ باش در ارتباطم تماس میگیرم و میبینم حتی جامعه نروژ خیلی سطحش پایین تر از روابطی که در این حزب است. به مردم میگم این حزب رو انتخاب کنید تا از نکبت جمهوری اسلامی هر زودتر رهایی بیابید. ما در خدمت شما هستیم. ممنونم، لطف کردید سرور عزیز. امیدوارم که فرصت بشه راجبه نکاتی که شما گفتید صحبت کنیم. محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی بهانه میکرد، دوست عزیز ما هم اشاره کرد، حالا به نقطه پایان خودش رسیده. حالا ما برمیگردیم به دوره قبل از تحریم ها، اون وقتی که مردم باز هم آهی در بساط نداشتند. اون زمان نفت رو حکومت میفروخت بشکه 120 دلار، 140 دلار، و حالا باید با بشکه 20 نهایتاً 30 دلار بفروشه. میگه ما پولی نداریم، پولی در جیب ما باقی نمونده. از یه طرف دیگه میگه اگر پولهای بلوکه شده ما رو هم که رها کنن، ما همه اونا رو خرج کردیم، چیزی باقی برای ما نمونده. بفرمایید. با درود به آقای سیامک بهاری، خسته نباشید. ممنونم، شما هم همینطور. بفرمایید. قربون شما، از این که وقتی به من دادی متشکرم. من شما با شما تماس گرفتم، همون سلطنت طلب هستم. میخواستم یه فرمایش به خدمتتون بگم آقای بهاری. بفرمایید. آقای بهاری، صدای شما رو روی خط هست. با حلوا دهن شیری نمیشه عزیز من. با ایشالله ماشالله گفتم چیزی درست نمیشه. شما راست میگین، ایران رو دوست داریم، ایرانیا رو دوست داریم، پاشین بیان با هم مبارزه کنیم. با ایشالله ماشالله گفتم چیزی درست نمیشه عزیز من. ببینید عزیزم، این صحبت شما اولا ربطی به موضوع ما نداره. من نمیدونم انشالله و ماشالله اینا اصلا یعنی چی، کاملا بی ربطه به نظرم. بیایید ایران با هم مبارزه کنیم، من نمیدونم مقصود شما چی. بیایید ایران با هم مبارزه کنیم، این صحبت بر سر اینه. برمیگردم به صحبت شما، وارد نبود صحبتتون. بفرمید. صدای شما عزیز روی خط هست، از وقتتون استفاده کنیم. صدای شما ضعیف عزیز، من هیچ صدایی نمیشنوم. عزیزم صدات خیلی ضعیفه، متاسفم. از قطع هم شد صداشون، به هر حال نمیدونم چه مشکلی بود. ببینید ایشون میگه که با انشالله و ماشالله کردن، صورت مسئله رو باید توضیح داد. این صورت مسئله ما مردمیه که هست و نیستمون از دست دادیم و جمهوری اسلامی میخواد با وعده و وعید، با سرکوب، با ایجاد رعب و وحشت خودش رو نجات بده. من نمیدونم انشالله ماشالله یعنی چی، اصلا این کلمه ناوارد رو برای چی شما استفاده میکنید. قرار نیست نه انشالله ما رو نجات بده نه ماشالله، ما قرار خودمون رو نجات بدیم. بنابراین ممکنه شما چشم بدوزین که یک کسی بیاد بره توی کاخ نیاوران تا تو رو نجات بده، ولی ما قرار نیست تو کاخ نیاوران بریم. مردم میخوان یک زندگی انسانی با یک حکومت انسانی بسازن. شما همراهی یا نیستی؟ یا میخوای شاه سواره سر مردم بکنی؟ یک زندگی انسانی، معیشت و منزلتی که حق مردمه بهشون برگرده، شما این کاره ای؟ اینو میخوای برگردونی؟ شما اهل آزادی سیاسی بدون قید و شرطی؟ شما اهل انتخابی؟ نه. یه نفر میاد پادشاه چون پدرش پادشاه بوده، بنابراین تاج پادشاهی به این رسیده موروثی، ما هم رعیتشیم. اینجوری میخوام میگه من همون سلطنت طلبم. منم همینو به شما میگم. میگم شما همونی که منتظری تاج از این سر پادشاه بذارن سر اون پادشاه، بعد این کشور نجات پیدا کنه؟ اصلا میشه به من بگیم به چه دلیل میشه این کشور نجات پیدا کنه؟
مردم حقشون رو میخوان، زندگیشون رو میخوان. مطالبه مردم چیه؟ فقر به ما تحمیل کردی؟ خط فقر خود، بذار من یه عبارت یک خطی از سران جمهوری اسلامی رو برای خود شما بخونم ببینید چی میگن. 21 دی ماه، یعنی دو هفته پیش، آقای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، این از خودیای خود این حکومت، میگه خط فقر، ایشون نظر ایشونها نه نظر ما، حقوق زیر 2,300,000 تومان با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست. 2,300,000 تومان ایشون داره میگه، در حالی که خود همین حکومت میگه زیر 3,000,000 خط فقر. حالا ایشون با 2,300 رضایت پیدا کرد. دستمزد کارگر چقدر؟ دستمزد معلم چقدر؟ مگه در اعتراض معلمین نیومدن گفتن خط فقر 3,000,000، حقوق ما 1,000,000؟ این خط فقره؟ این حکومت شاهنشاهی نجات میده مردمو خط فقر برمیداره؟ با چی؟ جمهوری اسلامی با مردمی روبروه که کشوندتشون زیر خط فقر؟ جمهوری اسلامی با مردمی روبروه که حقشونو میخوان و یه عده رو با وعده و وعید میخواد ساکت نگه داره، یه عده رو به زور بندازه زندان، دستگیر کنه، روبا وحشت ایجاد کنه، حمله کنه، بگه حجابتو رعایت نکردی، فشار تو جامعه بیاره، بگه اینجا حزب الله گرفت، اون یکی سفارت حمله میکنه، یه داستان دیگه ای سوار میکنه، دعوای دیگه ای درست میکنه. مردم حقشونو میخوان. فقر ایجاد کردی؟ خب من تکلیفم با فقری که ایجاد کردی چیه؟ من که خودم رو نمیرم بیکار کنم، بیکار شدم. خود اینا میگن معادن به ویرانه تبدیل شده، کارخونه ها یکی پس از دیگری ورشکست شده. خب کارگر بیکار باید چه کار کنه؟ جواب این نیست. خب بیمه مجانی میخواد، بیمه کامل، آموزش پرورش رو رایگان کن، درمان رو رایگان کن فوری، یک وعده غذای گرم فوری به کودکان، همه سوء تغذیه گرفتن. خود شما دارید میگید اپیدمی، سونامی سوء تغذیه کودکان. ما این کلمه من نیست، این کلمه وزیر بهداشت. همین حکومتی که میاد میگه که ما میخواییم با روزی یک عدد تخم مرغ بتونیم سوء تغذیه کودکان را علاج کنیم، نجات بدیم. مضحک است. جمهوری اسلامی به اونجایی رسید که نه راه پس داشت و نه راه پیش. ناچار جام زهر سر کشید. اون جام زهر سر کشید. حق ما چی میشه؟ کارگر بیکار، کارگر زندانی، معلم زیر خط فقر، پرستار زیر خط فقر، جامعه فقر زده، جامعه مصیبت زده، جامعه اعتیاد زده، فحشایی که از سر روی این جامعه داره بالا میره. این چیزیه که جمهوری اسلامی رو دست ما گذاشت. یک جوان رو شما به من نشون بدید، و خود شما که جوونید و الان بیننده این برنامه هستید، یک لحظه میتونه به یک آینده روشن فکر کنه، یک لحظه بگه بالاخره گشایش میشه، من سر کار میرم، میتونم خونه زندگی درست کنم، میتونم ازدواج کنم، میتونم پیشرفت کنم. یک سر سوزن چنین حتی رؤیا نمیتونه تو رؤیا مجسم کنه. هیچیش واقعی نیست. شغل وجود نداره، کار وجود نداره، تأمین وجود نداره، بیمه وجود نداره. بیمار میشی ورشکسته ای، روابط اجتماعی نابود میشه، از بین میره، خانواده متلاشی میشه. نتیجه ماجراجویی جمهوری اسلامی فقط دعوایی که تو خود اینا افتاده و به جون هم افتادن نیست، اون بلاییه که بر سر مردم اومده. وزیر این مملکت میگه که خط فقر مردم رو به حاشیه نشینی کشونده. همچین میگه به حاشیه نشینی کشونده، انگاری که مثلا اینا رفتن یلاق و الان تو ویلاهای شمال مشغول خوشگذرونی هست. به حاشیه نشینی کشونده، یعنی زندگی تأمینش از بین رفته.
یک زندگی کامل و بدون تأمین. حقیقت تلخی که مقابل مردم هست و این که میگه من حقمو میخوام، یعنی من ایستادم همینجور که کارگر بافق ایستاده، همینجور که کارگر پتروشیمی ایستاده، همینجور که اعتراضات معلمین بردوامه. بفرمید. با درود به آقای بهاری مجددن. ببخشید آقای بهاری، شما بگونم ببخشید منظور منو نفهمید. من نگفتم. من منظور شما رو کاملا فهمیدم. ببین من منظور شما رو کاملا فهمیدم. شما یه جمله گفتید. خونه نشستن اینا نمیان حقو بدن. اینا نمیان حقو بدن. حق مردم، حق مردم. باید حقو برید بگیری. باشین بیان دست به دست بریم حقو بگیری. به انتخابو بذاریم واسه مردم. من شما نگفتم که آره یه نفر این تاج از سر این ور بدین بذاریم سر اون یکی. خب ببین عزیزم، من هیچ جمله اضافی به جز اون که میشنوم از شما، من که چیزی نگفتم. من در ذهن شما که کنکاش نمی کنم، کلمه ای رو که شما میگید میشنوم و جواب میدم. شما میگید مردم بیان بیرون با خونه نشستن نمیشه. من میگم کیا مگه خونه نشستن؟ هزاران کارگری که دست به راه پیمایی زده شما میگید تو خونه نشسته؟ کارگر اصلویه تو خونه نشسته؟ کارگر کیانتایر تو خونه نشسته؟ کارگر بافق تو خونه نشسته؟ معلمینی که دست به اعتراض زدن تو خونه نشستن؟ اعتراض های مقابل مجلس یعنی تو خونه نشستن؟ کسی تو خونه نشسته؟ ننشسته. این تصویر غلطه. این جامعه پر مبارزه است و اتفاقا باید گفت این مبارزاتو بیاییم به هم پیوند بزنیم. کس تو خونه کی؟ خونه ای نمونده کسی بشینه. شما به اعتراضات و تظاهرات های کارگری نگاه کنید چقدر پیشرفت کرده. خونواده ها که میان همراه همدیگه دست به تظاهرات میزنه، میگه فقط شوهر یا ناناور این خونواده نیست که بیکاره، تمام خونواده رو نابود کردی، منم میام دست به اعتراض میزنم. شما ببین میگه مردم تو خونه نشستن، این تصویر واقعیه. به همین خاطر شما میگید با انشالله منشال نمچی. من میگم نه، باید دست به دست هم بدین. مردم انتخاب میکنن، مردم دارن انتخاب میکنن، به انتخاب مردم احترام بذارید. میگه زندگی بهتر، معیشت، منزلت حق مسلم ماست. این انتخاب مردمه. بفرمید. الو سلام آقای پیامد. بفرمید. وضعیتی رو جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که بدون تردید، بدون هیچ اما و اگری، مردم جان به لبشون میرسه، جون به لبشون میرسه و میان که حقشون رو بگیرن. کارگری که میاد و میگه مطالبه 5 ماهه حقوق با این خط فقر و اون آقای نماینده این مجلسی که شاکار کرده تازه بعد از مرگ سهراب اومده میگه که 2,300,000 یعنی زندگی نابوده. خب زندگی 80% این جامعه نابوده دیگه. خب شما چرا نماینده مجلسی پست؟ مسببش کیه؟ فقر میبارن؟ یه ادم رفتن دهنشون باز کردن باران فقر بباره؟ اینه؟ یک کشور به نابودی کشیده شده و همه زیرساختاش و همه امکاناتش در حال نابودی. رئیس جمهورش میاد میگه که من 100 روزه اقتصاد درست میکنم. 100 سالم نمیتونست. اصلا این کاره نیست. جمهوری اسلامی این کاره نیست. چون جمهوری اسلامی بر سر کار نیومده که زندگی مردم رو رونق بده. اصلا این جزء برنامهش نیست. اومده که به انقلاب مهدی بپیونده. به همین خاطر میگه من نماز و روزه و منبر و مسجد و کارش همینه. چند تا مدرسه میسازه، چند تا مسجد میسازه، چقدر آخون تربیت میکنه، چقدر کودک از چرخه تحصیلی باز میمونه. جمهوری اسلامی کارش یه چیزی دیگه است. این خود مردم هن که دارن یه جوری خودشون رو نگه میدارن و غیر ممکنه تقریبا. بدون هیچ اما و اگری
مردمی هستن که دیگه به خونه بر نمیگردن. تصویر واقعی اینه. جمهوری اسلامی در مقابل مردمی داره قرار میگیره که دیگه به خونه بر نمیگرده. من نمونه شهرویی رو برای شما میارم. در بهبهان فاز دو پالایشگاه. کارگری که کار میخواست رفت به گلوله بستش، حمله کرد. چرا به گلوله میبندیش؟ مگه چی گفته بود؟ میگه منو استخدام کن. چرا این کار رو میکنه؟ برای این که کاری وجود نداره. میگه به گلوله ببند ساکتش کن، نگه کار میخوام. خب نمیره خونش که، خب زندگی رو با چجوری اداره کنه؟ اجاره خونه رو کی میده؟ خرج خانواده رو کی تامین میکنه؟ کی نون تو سفره میاره؟ مگه میشه برگردی خونت؟ اونجا خبری نیست. اینجوری نیست که یه امکاناتی هست به خور و نمیر فعلا موجوده. حالا شما صدا نکن. امکانات چی؟ بیمه دارم؟ نه. بیمه بیکاری دارم؟ نه. تامین زندگی من سازمان تامین اجتماعی، یعنی اجتماع رو تامین میکنه؟ نه. مشغول سرمایه گذاری به آقازاده ها و آقایان و میلیاردرها و انواع بابک زنجانی ها و همه اجداهای از بیت رهبری تا بند بند مجلس شورای اسلامی تا سپاه پاسداران تا قرارگاه خاتم الانبیا که صاحب اقتصاد ایرانه. کارگر کجا بره؟ روحانی میگه که برای اینکه این کشور، یعنی این وضعیت کنونی، خاتمه پیدا کنه، بیکاری یک رقمی بشه. نمیگه بیکاری خاتمه پیدا کنه، بیکاری یک رقمی بشه، مثلا بشه 6%، 9%، مثلا یه رقم 9% بشه، ما به یک اقتصادی احتیاج داریم که 8% در سال رشد داشته باشه. بزرگترین اقتصادهای دنیا 5% هم رشد ندارن تو این بحران اقتصادی سرمایه داری. بعد خودش میگه و این لازمش اینه که 800,000 میلیارد سرمایه گذاری خارجی بیاد تو این کشور. خب تموم شد رفت. یعنی کشور ورشکسته است. کی ورشکستش کرده؟ کارگر کیانتایر کشور ورشکسته کرده؟ معلمی که سر کلاس درس میده کشور ورشکسته کرده؟ دانشجوی بیکار کشور ورشکسته میکنه؟ زنی که تو خونه نشسته نمیذاره بیاد تو جامعه، میگه جای زن تو خونه است، تو فقط باید بزایی، کارت زاییدنه، تا ارکان جامعه خانواده رو حفظ کنی. اینا که جامعه رو ورشکست نکرده. ورشکستی از یه سیاست میاد، از یه اقتصادی میاد که سرش جمهوری اسلامی ورشکسته است. بحران با معاصره اقتصادی شروع نشد، بحران با تحریم‌ها شروع نشد. جمهوری اسلامی از آغاز سر کار اومدن با بحران زاییده شد و به همه جا گند زد، به روابط اجتماعی، به روابط سیاسی، به روابط اقتصادی، به روابط فرهنگی، به هر جا که دستش رسید گند زد. و حالا مردم میگن خب بهانه‌ت که تموم شد، حالا دیگه نمیتونی بگی که تحریمیم، دیگه تحریم نیستن. میگه نه، حالا تو صبر کن، این تازه شروع شده. چقدر صبر کنم؟ یعنی چگونه صبر کنم؟ بچه‌م مدرسه نره، من چیزی نگم، زندگیمو نتونم تأمین کنم، غذا تو سفره‌م نیست، یعنی چی رو تحمل کنم؟ درست مثل این که کسی که تشنه است و لباش خشکه، شما میگی تحمل کن، میگه چی رو تحمل کنم؟ یعنی چی؟ تا کجا؟ خب من تشنم تموم میشه کارم. شما گرسنه‌ای تحمل کن، من میمیرم از گرسنگی، میمیرم. این جامعه همین جوره، داره دست و پا میزنه. خود این حکومت نرخ فقر و فلاکت خودش وقتی اعلام میکنه معلوم میشه که مشغول چه پنهانکاریه. وزیر میگه که تا 10 سال، خوب دقت کنید، تا 10 سال دیگه نباید دنبال کار باشی. چشمانداز 10 سال، چشماندازی برای کار وجود نداره.
انرژی هسته‌ای ببین ما رو به کجا رسونده. به همین خاطر صحبت شما روی خط تعیین کننده است. حقمو میخوام یعنی چی میخوام؟ صحبت بر سر اینه. در این وضعیت ما باید چه کار کنیم؟ چگونه باید مبارزاتمون رو به هم وصل کنیم؟ چه خواسته هایی رو الان اگر مطرح کنیم هم ما رو متحد میکنه، هم جمهوری اسلامی رو عقب میزنه، هم ما یکم جلوتر میاد. هر جا جمهوری اسلامی شکست میخوره مردم به پسر پیروزی خودشون میذارن. بفرمید. درود بر شما بکر عزیز آقای بهاری. بفرمید، حالتون چطوره؟ خوب ارزم بزرگ شما. خاطرم میاد در 60 سال پیش، شما شاید خاطرتون نیاد، یه سری آدمایی بودن اینا معرکه میگرفتن، میمدن کنار خیابون یک بساطی رو پهن میکردن و یکی میشد مارگیر و یکی دیگه تعزیه خان بود و خلاصه وعده میداد که یک ماری رو من در میارم که این مار علم میکند و بل میکند و چه سمهایی که در این مار نهفته است. بعد پولای مردم که جمع میکرد و جیب مردم تماشاش رو خالی میکرد، قبلا با پاسبان محل ساخته بود که موقعی که از درآوردن مار صحبت میشه، پاسبانه بیاد و بساط این مارگیر و این تعزیه‌خوان رو به هم بزنه، چون نه ماری در بساط بود نه چیزی. با پاسبان محل ساخته بود که بیاد و تعزیه رو به هم بزند و پولا رو جمع کرد و میرفت بساط تعزیه رو جای دیگه مینداخت. این آقای شیخ حسن کلیدی هم این کلید رو خیلی از جاها نوسازی میکنه و بیرون میاره. حالا که تحریم ها رو دیگه تموم شده میدونه، من تصور میکنم یک مار دیگر از آستین بیرون بیاره و حالا جنگ عربستان رو مطرح کنه که ما با عربستان دوچار تضاد هستیم و عربستان به ما عل میکند و بل میکند و ما بایستی باز دیگه روزه سیاسی بگیریم، چون عربا با ما در افتادن. یعنی این مار خوشخط و خال هر زمان به رنگی در میاد. این عجوزی پیر هزار داماد، این آقای حسن کلیدی بلکن معامله نیست. و متاسفانه یکی هم که از ضعف‌های چپ ما هست این است که ما میاییم برای این رژیم دو تا جناح قائل میشیم. جناح ازم بزرگ اصلاح طلب یا به قول معروف مصلحت طلب و یک جناح افراطی هار به نام جناح آقای خامنه‌ای. ولی ما باید به مردم بفهمونیم آقا دعوای اینا بر سر خوردن طعمه است. اینها در آخرین مرحله حتی در این انتخابات با هم بیعت میکنن برای از بین بردن و سفره مردم رو خالی کردن دوباره به توافق میرسن. ما باید به مردم بگیم آقا اینا بازی های سیاسی است. با یک جمله تمام میکنم، میگوید شیخ و شاخ و شهنه درس یک مدر رسیدن، قال و قیل و جنگشان هم از ره نیرنگ بود. این قال و قیل و جنگ همش برای سرکیسه کردن مردمه. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. برادران قاچاقچی هم این سفره رو خواهند بلید و تتمش هم هیچ جلوی پناهبنده ای نخواهند ریخت. این ها خواب و خیالاتی است که ما اوهام بهش برخورد میکنیم. چیزی هم تغییر نخواهد داد. مردم باید بلند شن. مخصوصا رفیق قضی الان که موقع انتخاباته، از شما خواهش میکنم این انتخابات رو تحلیل درستی ازش بیرون برین و به مردم بگید در این انتخابات شرکت نکنن. از همین الان شما بایستی به مردم توجیه کنین، مردم رو که در انتخابات یا انتصابات فرمایشی شرکت نکنن. متاسفانه انقریب هم این آقای احمد سلامتیان رو آوردن در این تلویزیون بی بی سی، دارن میگن آقا ما انقلاب نمیخوایم، ما استمرار میخوایم. یعنی رقم 150 ساله برای تحلیل و استحاله رژیم رو انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها در نظر گرفتن که به تدریج شاید در 150 سال اخیر تغییراتی در این رژیم عارض بشه. معلوم نیست تا 150 سال اخیر چند میلیون از استخوان‌های فقرا در خیابان‌های تهران بایسی پوسیده بشه و چند میلیون فقیر و بدبخت و ذری در کنج بیمارستان‌ها جان بدن. برادر آرزو موفقیت. ممنونم، خیلی خیلی نکته خوبیه. در رابطه با انتخابات گفتید، اتفاقا موضوع این برنامه هم هست و خب طبعا من صبر میکنم دوستان روی خط بیان نظراتشون رو بگن و رفته رفته وارد جزئیات و گوشه های مختلف این صحبت بشیم. طبعا بدون هیچ برو برگردی باید راجع به انتخابات که یکی از راه های خلاصی جمهوری اسلامی خود هم دعوای تو خودشون رو نشون میده و از طرف دیگه میخواد خودشون مشروع نشون بده. بیا انتخابات کشور است، رای میگیریم، رای میدن، صندوق هست، همه چی عادی داره پیش میره و همه چی هم مشروعه. همه اینا که میبینید
قوانین ضد بشری تصویب میکنن در مجلس، هم اینا با رأی مردم رفتن، اینا منتخب مردمن، این حکومت اصلا منتخب مردمه. این ولی فقیه هم میبینید مجلس خبرگان تاییدش کرده، از تو این جیبم در میارم میذارم تو این جیبم برش میدم انتخاب. حال برمیگردیم حتما بیشتر صحبت. بفرم. الو، خسته نباشید. ممنونم، شما هم همینطور. من خواستم چند جمله در مورد همین جنبش اسلامی، همین دست و گلایی که به آب داره زندگی همین مردم اتفاقی که گرفته را اگه اجازه بدید صحبت کنم. استدعا میکنم، وقت مال شماست، بفرمایید. بله، عرضم به حضورت، الان من خودم تو کرمانشاه زندگی میکنم، همه ناراضی هم. یعنی قبلا اگر مذهبی هم خوش و مذهبی هم خوش به همین رژیم جمهوری اسلامی بودن، خودم هم دیگه الان کلا ناراضی هم. میگن اگر چیزی که قانون اساسی هستم کلا فلوتش ایراده، هیچی بگم رفاه مردمی تو قانون اساسی نیامده. مردم دارن بعدی که کم اصلا جوان ها بیشتر میشه، اصلا فاجعه هست، واقعا فاجعه هست. من خودم الان 30 سال هم لیسانس گرفتم، بیکار هم، مثلا سر خدرت برم قاضی منم با خیازات قضایی که مثلا کمتر میکنیم اینا که زندگی من تفتر نست، واقعا زندگی افتضاح شده. اینا که میرن، ما میدانیم میرن، منطقه ما میخوان زودتر بدن. اگر هم به این بچه هایی که مثلا 10 سال و 12 ساله اونا زندگی بهتر در صدا کن. خیلی ممنون بازده. اختیار داری عزیزم، کار خوبی کردی، زنگ زدی. صدات نمیدونم، من خیلی هم همونی که از من ساخته بود اینجا تلاش کردم یه خورده صدای زنگ و خشخش و ایناشو بگیرم. خیلی ممنونم که روی خط اومدین صحبت کردین. بفرمایید. شما خسته نباشید. شب شما هم بخیر عزیز، بفرمایید. ما ایرانی عادت داریم هی میگیم لعنت بر شیطان، لعنت بر شیطان. خدا بیامون صدر من میگم این آخونده شیطان دست داره، باید نعوت در آخون بگیم. بله صداتون هست، بفهم. آره، خدا بیامون صدر من میگم این آخونده شیطان دست داره، نعوت در آخون. این آخونده شیطان دست داره، از این به بعد دست بگیم نعوت در آخون، نه نعوت در شیطان. ممنونم عزیز. آره اینجوریه، ولی یک چیز رو فراموش نکنیم، اونم اینه که ما میگیم لعنت بر حکومت جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، سرنگون باد جمهوری اسلامی. یه جای دیگه اینه، خب شما چی میخوای؟ اون خواسته های روشن چی هن؟ خواسته هایی که براش مبارزه میکنیم چیه؟ اینجا ما نوشتیم ما حقمونو میخوایم. این حق کدومه؟ این حق چیه؟ حق چی؟ اولیش حق زندگی، من میخوام زندگی کنم. چگونه زندگی کنم؟ استاندارد زندگی من چیه؟ استاندارد مال آقازاده هاست؟ مال برج نشین هاست؟ مال اوناست که با ماشین لامبورگینی و پورش و غیره دور دور میکنه؟ اون استاندارد؟ خب منم همونو میخوام. میشه در یه برجی زندگی کرد در طبقه 47مش استخر باشه؟ خب منم همونو میخوام، اگه هست به منم بدین. بفرمید. سلام، شما کردید. بفرمید عزیزم، صداتون خیلی ضعیفه، محبت کنی یکم بالا، یا برای من ضعیفه نمیدونم. من نه، صدا شما خوب میاد. من جمیل فرزان هستم از تلگرام، دوست عزیزی پیغام فرستادن، میخواستم از این طریق بخونم. بفرمایید، بفرمایید. الان متوجه شدم، ببخشید. اوکی، خواهش میکنم. دوست عزیزی به اسم امضا کردن اتلانتیس، اتلانتیس از تلگرام، اتلانتیس، بله، گفتن که با عرض سلام و احترام فراوان رفع تحریم ها از این بابت که دیگر دنیا به ما ایرانیان با چشم ملتی بمب‌ساز و خشونت طلب نگاه نمی کند بسیار ارزشمند است. اما وضع اقتصادی مثل سابقه است، دست مزدها پایین، تورم بالا، مخارج زندگی و مواد غذایی بسیار بالا، آینده بسیار مبهم و غیر قابل پیش بینی.
به باور من تا زمانی که ساختار سیاسی و اقتصادی اینگونه است خبری از بهبود اوضاع نیست. با تشکر از تلاش شما و عزیزان به امید پیروزی. ایشون داشتن برنامه رو نگاه میکردن و ما از طریق تلگرام. خیلی ممنونم که پیغام تلگرامم به ما رسوندین. خب این یه خواهش میکنم. به هر حال دوستان دیگه هم از همین فرصت استفاده میکنم و به اطلاع دوستان میرسونم که میتونن از طریق تلگرام با مشخصه ارت کانال جدید در ارتباط باشن با برنامه زنده. سپاسگزارم جمیل فرزان. صداتونم قطع شد جمیل عزیز. ادسان کانال جدید در تلگرام، میتونید از این طریق هم با برنامه پخش مستقیم در تماس باشید. یک بار دیگه تکرار میکنم، ادسان کانال جدید در تلگرام. برگردیم به صحبتمون. حقمان رو میخواهیم. یک زندگی انسانی استاندارداش مشخصه. هیچ انسانی نباید محتاج باشه، هیچ انسانی نباید نیازمند باشه، هیچ انسانی نباید به دیگری برتری داشته باشه. این حق من هست یا نه؟ یا حق من اینه که زیر خط فقر بمونم، تظاهرات کنم، اعتصاب کنم، زندان برم برای اینکه دستمزد 5 ماه پیشمو بگیرم، بعد به من بگن این ضد انقلاب، اخلالگر، تبانی، اجماع علیه، اجتماع علیه جمهوری اسلامی کرد. چی گفت؟ گفت دستمزد منو 5 ماه نده، دستمزدمو بده. بفرمایید. سلام آقا بهاری. سلام از من هست، بفرمایید. سلام آقا بهاری. زنده باشید. شمایی؟ بنده خودم هستم، امیدوارم که صدای منو بشنوید و بفرمایید صحبت. من میدونم شما شما خودم صدای منو قشنگ میشه دیگه، مرزایی من همچیدی هم دیگه، هم بخواد این پیام میذارم هم میرم بکرد بازم تو بردیم. بفرمید زنده باشید. خوبی شما آقای باولی سناخ دیگه این کنم میگم آقای باولی اینا ما از دیده این جمهوری اسلامی ما حقی نداریم. شما میگه ما حقی اونو میکنم از دیده جمهوری اسلامی ما حقی نداریم. بدونم شما به یه زبان همینه. اتفاقا نکته خوبی داریم میگی. از دید نکتت خیلی درسته، میگی از دید جمهوری اسلامی مردم حقی ندارن، اصلا حق ندارن. چه حقی؟ کاملا درست میگی. ولی از دید ما چی؟ از دید مردم. مردم وقتی خودشونو قضاوت میکنن حق با ما. دقیقا. زنده با من نفرد بگیم ببخشی من یه مزنی بردش که ما دویی رو دیدیم. ببخش خدا نه اشکال نداره عزیزم، وقت مال شما صحبت کنید. چون از من پرسیدید گفتید مگر نه، خب منم ملزم شدم به شما جواب بدم. ادامه بدید صحبت کنید. بقید شد، حیف شد. به هر حال وقت مال شما بود، دوست داشتین روی خط بیاین صحبت کنیم. خیلی نکته درستی گفتید. اتفاقا این یکی از اون زاویه های صحبت که باید راجبش حرف بزنیم، زاویه های بحث ماست که راجبش باید صحبت کنیم. جمهوری اسلامی نگاهش به مردم اینه، اینا حقی نداره. نگاه بردهدار به برده است، همین میگه شو حقی نداری، تو برده منی، تموم شد رفت. من امامم، تو هم امتی، من دستور میدم شما اجرا میکنی، قرار نیست تو چیزی بگی من انجام بدم. بفرمید. سلام علیکم، خسته نباشید. زنده باشید، بفرمید. ببخشید من کانالتون رو دیگه کم به خارجی دارم، میخواستم متن چی بود امروز؟ بله این پارازیته که بین ما و شما فاصله انداخته. عنوان برنامه هست بهانه تحریم ها هم تمام شد، حالا نوبت ما مردم است، ما حقمون رو میخواییم، یه همچین چیزی. البته خب این تحریم ها برداشته شد، ولی برای ایرانی ها نه، چون ایرانی ها باید توی کوزه باشن، برش هم ببندن تا نتونن به قول گفتنی فکر انقلاب و فکر آزادی خواهی، اصلا فکر آزادی نکنن، یعنی فکر آزادی یعنی مرگ. فقط همیشه یه جوری داره رفتار میکنه از سال 57 به این وقت، هیچ راهی نداریم. یعنی من گفتم الان من فرضاً یه شخص شما در نظر بگیرید میخواد بره تجارت کنه، میره اون برای مرز، میخواد بیاد این برای مرز، میتونه، یعنی جنس نمیذارن،
مالیات میگیرن، میخواد مغازه بکنه نمیتونه، میخواد تاجر باشه اجازه نمیدن، فقط خودشون باید دستشون تو کار باشه، هیچ چیزی، میخواد بره تو محلش بقالی بکنه انقدر مالیات میگیرن، پول برق میگیرن، اونم نمیصرفه، میره تو خونه اش، تو خونه اش هم که دیگه مرگ دیگه. در حال این دولت به هیچ عنوان اجازه نمیده که مرگش کنن، یعنی هیچ راهی مردم ندارن جز این که از دست این راه هست، چون که آخوند هست، آخوند جماعت هست، این وضعه و تا اینا هم میمونن هیچ بار نه باز میدن نه حق و حقوق میدن. بقول گفتنی سیاست های بالا بلندی دارن و میدونن دارن چی کار میکنن. بقول گفتنی الان هم اونقدر هوا رو آلوده کردن، یارو اصلا مخش کار رو میکنه که چجوری انقلاب کنه. در حال بس مردم هم متاسفانه تو این ایام یا ایام های گذشته کسی رو ندارن بقول گفتنی حمایت بکنن. یه سری ها بودن مثل شما ها که رفتید، بعد مردم تنها شدن، تنها شدن و اینا هم به شدت دارن سرکوب میکنن و اجازه نمیدن. الان نرخ ها رو گرفتن دستتون، الان شما باورتون نمیشه یک صابون بچه الو صدا میرسه؟ بله بله صداتون هست. بله بله یک صابون بچه، یک صابون بچه که ما میمونیم به سر بچه اون مندازه کف دست، مندازه چهار انگشت هم کوچیک‌تره. خب از یار از 15000 تومان تا 5000 تومان، یعنی اون 5000 تومانی به درد نمیخوره. خب از یک صابونی که جمعا بشه 10 مرتبه استفادهش کرد، بعد از 5000 تومان تا 15000 تومان فریون. آخه این چه رأی دادنیه؟ آخه به کی رأی راه بدین؟ آخه به یه زالو رأی بدین؟ بخواد زالو میه خونه ما رو میمکه، تولید مثل میکنه برای بچه هاست، برای آینده هست. اینا اصلا همش میکنن، هیچ به ما نمیدن. دخترهای ما موندن، هم دخترهای رفتن تو سن بالا شوهر نمی کنن، نمیتونن شوهر کنن، کسی نیست بگیرتشون، پسره میترسه زن بگیره. خب این چه وضعه؟ معتاد این وضع، این معتاد پر شده. بعد الان تو گشت تولد اینا الان مشروبای الکلی دولت وارد کرده که همش داره به مغز و روح جوونا داره آسیبای چیز میزنه، آسیبای جدی میزنه. اون دیگه اون مشروبای سنتی هم در اومده، هی بعد ادعا کنم ما مشروب آتیش میزنیم یا مواد مخدره. همه خلاصه کنید دوستانی پشت خط هستن. ممنون. بله به هر حال خواستم بهتون بگم که من جمع میکنم من حرفامو، خواستم بهتون بگم این آقای ولایتی هستش، این آقای ولایتی که الان تو سر رست حکومت، این آقای ولایتی یکی از این مهرهای خیلی اساسیه تو جامعه، تو زمان خمینی هم خیلی کارا میکرده پشت پرده، الان هم داریم میکنه. از اول معروف اینم بس خیلی حواستون بهش باشه، این خیلی جنسی شیش خوزه داره. مرسی لطفه. ممنونم. همه جانوران جمهوری اسلامی نه شیشه خورده بلکه مثل مار سمی هستن. ولایتی هم یکی از اونهاست و یکی از مهره های مهم اطلاعاتی امنیتی در مسائل خارجی حکومت اسلامی. بفرمید. سلام آقای بهاری. سلام از من هست، بفرمید. خسته نباشید. من میخوام بگم مرگ بر این رژیم دروغگو فریبکار، مرگ بر این رژیم آخوندی که مردم رو فریب میده. ما آقای بهاری نه تنها در انتخاباتی که پیش رو اصلا شرکت نمی کنیم، مثلا ما اصلا قبول نداریم این نظام، به طوری که ما باید بدونیم که اولین راهی که برای مبارزه هست این است که ما اصلا قبول نکنیم. من خدمت شما و خدمت بینندگان دو بیت بخونم پایان صحبتم، این که چرا گویم نمایی را که در آن بی‌نیاز آرم، من آن سازم که می بازم دلم را بر در یاران، همان گویی که گوید بر سرای ارشد چراگاهان، بتابد بر سر خاکان چراغان بر سر غازان. این در واقع مفهومش به این معنیه که همه باید علیه این نظام جمهوری اسلامی متحد بشیم و علیه این جمهوری اسلامی مبارزه کنیم. مبارزات ما باید متحدانه باشه، به شکلی باشه که اینها بدونن که دلهای ما راضی نیست با وجود اینا. سپاسگزارم. ممنونم عزیز، ممنونم. پیشنهاد من دارم، پیشنهادم اینه که اولا ممنونم که روی خط میاد صحبت میکنید
کار خوبی میکنید. ما راجبه مطالباتمون هم باید صحبت بکنیم. شما جوونی و بیکار، الان با هم صحبت میکردیم، دانشجویی، تحصیلاتی کردی، اولین درخواست شما چیه؟ میگه زندگی منو تامین کن، یا کار بده یا بیمه بیکاری بده، غیر از اینه؟ این یه مطالبه است. بعد راجبش بحث کنیم، صحبت کنیم، خب چجوری عملیش کنیم، اینو چجوری باید به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، چطوری این حکومت رو به قول شما حرف خوبی اون دوست ما زد، گفت زالوه، خون میمکه برای اینکه زالوی دیگه ای متولد بشه به حیاتش ادامه بده. خیلی مثال درستی. و مثال دیگه ای هم اون دوستمون زد راجب انتخابات، گفت اینا دعواشون بر سر تومه است، ما تومه ایم و اینا جانور درندن، به جون هم میافتن سر من و تو. راجب اینها ما باید حرف بزنیم تا به نتیجه ای برسیم و از این وقت استفاده کنیم. بفرمایید. علی سلام آقا، بله خسته نباشید. من دوباره اومدم بخاطر کار خوبی که من یه جوان عصبی ام، بعد من میام حرفم میزنم که من ناراحت میشی از دست من. من ناراحت نشدم عزیزم، من از چیزی ناراحت نشدم که خدا، ولی این جوان نه، از شما که نه، از این مردم. یه میگه مرگ از جمهوری اسلامی، بعد ببین مرگ بر مردم ایران نباید. چرا؟ آخه چرا مرگ بر مردم ما هستیم که جمهوری اسلامی رو نگه داشتیم آقای بهاری؟ نه ما هستیم، نه. اگر ما نباشیم این جمهوری اسلامی یه روز هم دبون نمیاره. مرگ بر ملت ایران، مرگ بر ما. نه ببین ما هستیم بیلیاقتی ما هستیم. بله؟ نه 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 نشد. میگم یکم اولا آروم باش. چرا این نسبت رو به خودت میدی؟ مثلا خودتو میگی ما بی لیاقتیم. آیا واقعا تو به عنوان یه جوان، نمیدونم روی خط هستین یا نه، به عنوان یک جوان مثلا، آها بله هستی، به عنوان یه جوان مثلا آدم بی لیاقتی هستی؟ اینجوری نیست. نه بی لیاقتی، نه بی شهامتی، نه کمهوشی، هیچی. برعکس، ما بیایم به خودمون بگیم مرگ بر ما. خب این حکومت که به اندازه کافی مرگ بر ما در عمل داره میکنه. این فقر و فلاکت و فحشا و اعتیاد، مرگ مگه شاخونم داره همینه؟ زندگی که متلاشی میشه یعنی همین. مگه ما چقدر چند بار مگه به دنیا میایم؟ من یه بار به دنیا میام، یه بار این زندگی رو تجربه میکنم، از اولش زهر مار تا آخرش. خب من احساس تو رو کاملا میفهمم. میگی من یه جوان عصبی ام، من به شما میگم جوانان در کشور ما عصبی ام، قاطی ام، به خاطر این همه فشار. اتفاقا خیلی کار خوبی کردی اومدی صحبت کردی. حالا برمیگردیم به این صحبت ها، امیدوارم فرصت بشه. جانم بفرمید. سلام آقای بهاری، خسته نباشید. زنده باشید، همینطور شما. بفرمید. والا مسئله این بهانه تحریم ها خیلی جالبه که ما اگر قرار بود تحریمی بشیم و از زیر تحریم بیایم بیرون و بریم زیر نظر آژانس یا IAEA، خب از همون اول میتونستیم بکنیم، مجبور نبودیم بریم تونلی بکنیم، بریم انقدر سنتریفیوژ اینجا اونجا قایم کنیم، نمیدونم ریاکتور آب سنگین درست کنیم و انقدر خرج کنیم و مردم رو به جایی بندازیم که الان افتادن. و اگر قرار بودش که یک چیزی از توش در بیاد، چرا در نیامد؟ از اول خب میتونستن اینا توسط چی میگن خبر دادن به IAEA کارشونو بکنن بدون اینکه اینقدر خرج اضافی بشه و مردم ها بخوان بهش یارانه بدن، نمیدونم پول برق و آب و فلان اینا رو اضافه کنن، نون و نمیدونم این چیزا گرون بشه، که حتی در آمریکا که شما نگاه میکنید خود دولت داره برای نون و چیزهای اصلی مثل نون و برای این حرفا سابسیدی میده و آب و برق و نمیدونم گاز اینها که جای خود دارن. در نتیجه اینها از اول قرار بود بشه. منتهی مراتب این بانک جهانی خودتون میدونید همونطوری که آرژانتین و یونان رو چطوری بیچاره کرد، همینطور هم ایران رو بیچاره کرد که اومد یه سری چیزهایی گفت به ایران که عمل بکنید و بندازید با بردن با برداشتن سابسیدی ها و این برنامه رو پیش آورد و از اون طرف سابسیدی ها رو برداشتن که در حقیقت مردم پول دادن، از این طرف هم پول ایران رو زدن به یک کاری که بعداً به این صورت الان نگاه میکنید میبینید 15-16 هزار تا سنترفیوژ توی جاهای خوابیده به درد نمیخوره یا
یک ریاکتور اتمی عراق که اصلا دیگه به درد نمیخوره، درسته هستش رو در آوردن ولی داخلش رو سیمان ریختن. ببینید اگر مسئله این بود که ما قرار بود زیر نظر اینا عمل کنیم، چرا از روز اول عمل نکردیم؟ و برای این که از حرفان نتیجه بگیرم، در هر کشوری، سازمانی کشوری، اگر مدیری مدیریت بلد نیست و داره پول مردم رو به باد میده، باید استعفا بده، بعد رفراندوم بذارم بیاد کنار. خیلی ساده است، همونطوری که اگر شما برید، اگر توی غرب حتی به استاندارد غربی نگاه کنید، اروپا و آمریکا، اگر یک مدیر شرکتی یه همچین کاری بکنن، روز بعد خودشون بیرونش میکنن. همونطوری که میبینیم تیم فوتبال ایران اگه به بازه، روز بعد حالا در حقیقت اون مربیش هر جایی باشه، مال هر کشوری باشه، بیرونش میکنن. در نتیجه الان میبینیم مدیرهای مل ایران در دستشون کار مدیریت به عمل نمیاد و کارشون، خب میدونم به هر حال آخوندن مهممن، دنبال کار خودشون هستن و کار خودشون مهمم بودنه و خب برای اینه که اسلام رو میخوان هی ترویج بدن اینجا و اونجا، در نتیجه به کار مردم ایران نمیرسن. اینه که مردم ایران بایستی کلاه خودشون رو قاضی کنن که آقا با کسی رو میخوان برای ما مدیریت کنه. اینا مدیریت بلد نیستن، اینا دنبال اینن که خود کار خودشون رو ترویج بدن. در نتیجه به همین دلیله که با اینقدر تا حالا ببینیم که الان بودجه کم اومده و خب داره قیمت نفت میره پایین. قیمت نفت رفتن پایین دلیل برون نیست، دلیل بر خصومتیه که با عربستان سعودی پیش اومده. عربستان سعودی بالای 12 میلیون داره در ما. خلاصه کنید اگر ممکن جانم، خلاصه کنید، دوستانی پشت خط هستن. بله، بیشتر از 12 میلیون بشکه در روز داره نفت میریزه بیرون. خب بازار جهانو اینطوری نگه داشته. خب از اون طرف هم میگه نه، من میخوام به کشور با شرکت‌های آمریکایی بجنگم، در صورتی که چنین چیزی نیست. هم آمریکایی‌ها همون دوره جنگ ایران و عراق اگه یادتون باشه، پول بشکه نفت هر بشکه 4 دلار و 5 دلار بود که آمریکایی‌ها می‌خریدن و به چاهای خشک خودشون می‌زدن و الان هم همونا رو دارن خالی می‌کنن، بفروشن ارزون بشه دوباره بخرن، روز از نو روزی از نو. بی‌نهایت متشکرم. وقت خواهش می‌کنم، لطف کردید. تا تلفنی نیومده من فقط چند تا نکته بگم. راستش جمهوری اسلامی کارش به خاطر نالایق بودن و بی‌مدیریتی و اینا نیست. نشد، ادامه بید. بفرم. سلام جناب آقای بهایی. سلام از من هست، بفرم. جناب آقای بهایی، چقدر موضوع خوبی انتخاب کردید. بهانه تحریم ها تمام شد، خفقان میخواهیم. حقیقتاً که باید به فکر همین باشیم. تحریم ها برداشته شد، یعنی تحریمی نبوده، خود مردم رو تحریم کرده بودن. باید خود مردم بیان الان خفقان میخواهیم ما. نه، حق ما، نه خفقان. عزیزم چرا قطع کردید؟ یا نه، به هر حال قطع شد. بهانه تحریم ها تمام شد، حق من را میخواهیم. مردم که خفقان نمیخوان. احتمالاً پارازیت هست و اعوجاجی توی تصویر هست، شما احتمالاً اشتباه خوندید. اما تا فرصتی بشه و تلفن نیومده، من راجع به نالایق بودن و بی‌مدیریتی بگم. ببینید جمهوری اسلامی مدیرانش لایقن، مدیران همون سیستمن، یعنی سیستمی که قرار انقلاب صادر کنه، قرار حسن نصرالله رو چاق کنه، قرار بشار اسد رو نگه داره، قرار لشکرکشی کنه به یمن، این کارشه، مدیرش اون کار انجام میده. شما توقع نداشته باشید که مدیرانی از جمهوری اسلامی بگن خب بهداشت مردم پس چی میشه؟ پس چرا این بچه مدرسه نداره؟ چرا اون لباس تنش نیست؟ چرا بیمه عمومی نیست؟ چرا آموزش رایگان نیست؟ چرا بهداشت رایگان نیست؟ تغذیه بچه‌ها چی میشه؟ ما همچین مدیری شما دنبال نکن. جمهوری اسلامی نه اینو میسازه، نه چنین سیاستی داره که چنین مدیری تربیت کنه. مدیرش مدیریه که حکومت رو نگه داره، برای همین دعواهایی که به درست خود شما بهش اشاره کردید. بفرمایید. آقا شبتون بخیر، خسته نباشید. شب شما هم بخیر، بفرمایید. نظرتون چیه؟ در رابطه با دو سه تا موضوع خواستم سریع صحبت کنم. بفرمایید.
اول در رابطه با این انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگزاری نگهبانشون، اینا امسال یه سیاستی به خرج دادن، اومدن اصلاح طلبا رو از دل 3000 نفر 3 تاشون رو قبول کردن. از که مردم تحریک بشن بگن آره طلبا حذف شدن، یعنی به خاطر اینکه 30 نفر برن بالا مردم هم ساده فکر میکنن اصلاح طلب با اصولگرا فرق میکنه، اینا همه سگ زد برادر شغاله. یکی هم در رابطه با این پولای طلاهایی که آزاد شده، 3-4 روز قبل از اینکه این پولا آزاد بشه تطبیع بشه، آقای هاشمی با چند تا وزیرهای دیگه رفتن قولش به لبنان و فلسطین و برای بیمارستان سازی و برای دارو دادن. پس مردم علیکی دلشون خوش نکنن، از برنامه خوبتون هم متشکرم، شبتون بخیر. ممنونم، خیلی نکات با اهمیتی گفتید، دستتون درد نکنه. خیلی خوشحالم تا حالا صدای شما رو نشنیده بودم، خوشحالم که هم بیننده این برنامه هستید هم خیلی نکات ظریف و درستی گفتید. جمهوری اسلامی قبل از اینکه همین پولهای بلوکه شده یا ثروت بلوکه شده آزاد بشه، اینا رو خرج حزب الله کرده و قرار نیست اصلا نونی به سفره مردم برگرده. میدونید چرا؟ وقتی وزیر کار پاسدار عباد مشهور ربیعی میگه که تا 10 سال دیگه چشمنداز کار نیست، یعنی چی؟ اون میدونه این پولها آزاد میشه و قرار نیست خرج آبادانی کشور بشه، قرار نیست اقتصاد با این پول، اصلا اقتصاد شکوفا نمیشه، قرار نیست شکوفا بشه. قرارگاه خاتم الانبیا صاحب 80% ثروت زیرساختای اصلی اقتصاد ایرانه و اون کارشو انجام بده، قرار بر همینه، شکوفایی مال اون قرارگاست و درآمدایی که داره برای اعمال سیاست‌های شناخته شده جمهوری اسلام. بفرمایید دوست عزیزم، صداتون روی خط هست، شما صدای منو میشنوید اگر صحبت نکنید. بفرمایید. دوست عزیزم اگر صحبت نکنید اتاق فرمان صداتون رو قطع میکنه، به این خاطر فرصت کمی دارید. در حالی صدای منو دارید؟ صدای شما هست اگر صحبت کنید. بله بفرمید. ببخشید من متوجه نشدم. درود بر شما. زنده باشید. بفرمید. درود بر بینندگان این شبکه مفید و خوب. با این موضوع قشنگی چه گذاشتین، من فکر کنم موضوع روز باشه، چون که ما واقعا من خودم دانشجویان و خب خیلی انتظار دارم از دولت و از این جمهوری، البته از اینا که با خالی بر نمیاد، ایشالله که ما دعا میکنیم شما بیان ما دست دست هم بدیم اون چیزی که باید باشه رو بسازیم. اما شما ببینید الان به قول خودتون بهانه تحریم هم تموم شده دیگه، الان دیگه وقتشه که کار انجام بدن، یعنی ما که تو ایرانی توقع اینه دقیقا. حتی موافقشون نیستیم، یعنی رأی اینا من که نمیدم رای بدم، خانواده هم نمیدم رای بدن، اصلا هر کی میبینم بهشون میگم دلیل براشون میارم. اصلا ببینید چون وضع مملکت چجور شده، همه چی تعطیل شده، اصلا همه چی به هم وره. حالا اینا به یه طرف، من تشکر کنم باز از شما که این مسائل مطرح میکنید و باز میکنید برای مردم که چه خبره. ولی شما ببینید الان شبکه هایی که ادعاشون میشه که دارن میکوبن، ولی دارن بازی میکنن تو بازی نظام. الان شبکه بی بی سی صاف داره تنور انتخابات گرم میکنه. بله همینطور. من نمیفهمم این کارو یعنی چی. یعنی حفظ نظام. اگر ضد انقلابی، اگر ضد انقلاب میخواین فعالیت بکنین، دیگه هیچ دلیلی نداره بیاد موضوع انتخاباتی رو بذارید. شما وقتی میاد به موضوع انتخابات میپردازین، یعنی که پس یه چیزی هست، شما اصلا نباید طرفش برید. درست میگم آقای بهاری؟ بله، چون انتخابی در کار نیست، مردم چیزی ندارن انتخاب کنن. بله اصلا انتخابی در کار نیست، بیان باید این موضوع رو بیارن سر زبون که آقا اصلا برای چی میبینه انتخابات میکنید؟ اصلا وقتی شما مخالفی برای چی دیگه میبینید سراغ انتخابات؟ حالا هم بی بی سیه، به خاطر اینکه مخالف نیست، صدای آمریکا، من نمیدونم آمریکا دیگه سر این کارا رو میکنه. به هر دو، هم وایس اف امریکا هم بی بی سی، هیچ کدوم اینا مخالف حکومت اسلامی نیستن، اتفاقا اینا چهار چشمی مراقب جمهوری اسلامی هستن.
این حکومت باید بمونه، وگرنه مردم بلند میشن، اون وقت نه امریکا، نه سرمایه‌داری جهانی، نه سرمایه‌داری غربی، اونا با تموم میشه داستان. مردمی میان که میگه حقمو میخوام، آزادیمو میخوام، میخوام اظهار نظر کنم، سرمایه‌داری به آخر خط رسیده، زندگی معیشت و منزلتم چی میشه؟ اون داره میگه این جمهوری اسلامی رو من نگه میدارم چون سکان سرمایه‌داری رو یه جوری نگه میدارم، وگرنه کی بیاد چنین ریاضت اقتصادی به مردم تحمیل کنه؟ بفرمید. الو. بفرمید جان. الو صدا میاد؟ بله صدای شما میاد، اگر صحبت نکنین صداتون ولی قطع میشه. سلام عرض میکنم. خسته نباشید. زنده باشید. سلام از من هست عزیز. بفرمید. ببینید در مورد این بحث تحریم ها و برجام، این بحث تحریم و بازی که اینا را انداختن و اونها به نظرم خیلی شباهت داره به بازی فوتبال. همون جوری که تو بازی فوتبال تکل زدن از هر جهتی که باشه خطاست، یا هر گونه بد اخلاقی کار اشتباهیه، این برجام هم عیناً مثل همونه که نباید در این برجام نه پشت پا بزنیم، نه از روی حریف بپندیم، نه تنه از پشت. قطع شد عزیزم صحبتتون. اگه علاقه من بودید مجدداً روی خط بیاید و صحبت کنید. ببینید جمهوری اسلامی یه بازی داره به نام انتخابات. حالا خوبه یه مقدار راجع به همین هم صحبت کنیم. آیا ما با شرکت در این مضحکه نماینده ای داریم که ما بریم بهش رأی بدیم؟ کسی نماینده این هست که دستمزدها بالای خط فقر بره؟ کسی نماینده این هست که زندانیان سیاسی آزاد بشن؟ بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام. سلام از من هست. بفرمایید. سلام از من خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بله ببینید الان دیگه تحریم ها برداشته شده خب، و الان ورود و خروج باید در یک موقع تعویض مشخصی و از یک محدوده مشخص باشه، در یک خط طولی به صورت واضح ما باید عمل بکنیم. الان دیگه موقعش هست، وگرنه راستش نفهمیدم نکاتتون چیه. ضربه آزاد، غیر مستقیم، تونل، فلان، اینا به نظر نمیاد شما صحبت جدی داشتید، ولی اگر اینطوری نیست خب میتونید مجدداً بیاید و لطفاً از کلماتی هم استفاده کنید که کمک کنه به صحبت کردن، وگرنه خب هم وقت خودتون گرفته میشه. میدونم چقدر پشت خط بودید ولی بالاخره این رسمش نیست. نه قطع، واقعاً قطع شد صداتون. بفرمایید. بعد آری سلام صاحبتون بخیر، خسته نباشید. زنده باشید. بفرمایید. بابت موضوع امشب که می‌خواستم شرکت کنم آقای بهاری، حالا قبل اینکه بحث رو شروع کنم، بعد آری این آقای اومدن گفتن که مرگ بر مردم ایران، مردم آه. ایران غیرت ندارن فلانا، جوان آقا رو بدن. بفرمایید. ما چرا ما مردم بی لیاقت نیستیم؟ این آقا به خودش و به بنده تو این کرد و برگشت خودش هم گفتش که من عصبی هم، یه جوان عصبی هم. این جوان عصبی باید ریشه یابی به چه عصبیه؟ یه جوان اصلا کلا یه انسان برای چی عصبی میشه؟ یا به خاطر مواد مخدره، یا به خاطر بیکاریه، یعنی مشکلی هست که عصبی شده دیگه، آدم سالم که عصبی نشه. بعد ما مردم رو به بیلیاقتی این چیزا توصیف کرد. ما بیلیاقت نیستیم، ما انسانیم، چه خارجی، چه افغانی، چه ایرانی، چه خارجی، اصلا هیچ ربطی نداره. انسان انسانه، آدم آدمه، درست این آخونده هیچ ارزشی به انسان قائل نمیشه. و برای اما موضوع بر بابت سوال برنامه امشبتون، موضوع امشبتون شما پرسیدی که از اینا چی میخواید، درسته؟ بله همینطور. حقمون چیه؟ آقای بهاری ما رفاه میخواییم، ما کار میخواییم، ما میخواییم فقر و فحشا و دزدی از بین بره، ما مردم زندگی میخواییم. زندگی آقای بهاری، زندگی، زندگی یعنی چی؟ زندگی واقعا
نمیدونم اون مسئولی که کری خودتو زدی به کوچه علی چپ. ما مردم زندگی میخوان، یه بار دیگه تکرار میکنم، زندگی چیز سختی نیست. همه دنیا مردم دارن زندگی میکنن، ما که جزء اولین ها بودیم تو همه چیز تو این 37 سال به هم خوردیم، همون موقع که اینا اومدن ما فقط میخواییم زندگی کنیم. ما چیز زیادی نه، ما 3000 میلیارد میخواییم نه چیزی. من فقط من تحصیل کرده یه جوان، اصلا یه جوانی بی تحصیل میخوام برم کار کنم. من چیز زیادی میخوام آیا؟ نه قطعا نه. اگه سوالی داریم بخواست. ممنونم عزیزم. ببین اولا من خیلی خوشحالم نکاتی که امشب گفتید چقدر خوب و روان و واقعا قلبا خوشحالم که از شما اینقدر فرمولای قشنگ، حرفای متناسب میشنوم. ولی سوال من اینه که وقتی ما میگیم زندگی میخوایم، یه استانداردی هست تو زندگی ما. من مثال زدم، گفتم اونی که تو برج میشینه یه استاندارده، و اونی که بهش میگن حاشیه نشین، آه نداره با ناله صدا کنه، اون یه استاندارده، استاندارد فقر. این زندگی که ما میخوایم ما باید روشن کنیم، استاندارد ما روشنه، غیر از اینه اونم میخوام. بله مشخص. من دوست دارم راجع به همینم نظر تو بدونم اگه علاقه داری صحبت کنی. زندگی ایدئال مشخصه چیه؟ ببین الان متأسفانه کشور ما میشه با جرأت گفتش 90% از این حکومت راضی نیستن و روز به روزم بعضی رأی پیش میاد، بعضی خیلی چیده، بعضی چیزایی رو پیش میارن، مردم رو قاطی میکنن به هم دیگه، اصلا چیزی بی خود دیهت که به هم رفت نداره. ما مردم هم یه زندگی ایدئال مشخصه چیه؟ رفاه، کار و اینکه بخواد حق بیمه، حق شهروندی، آزادی بیان و آزادی هر چیزی دیگه داشته باشه دیگه. آقای بهاری شما جواب خودتو بده، یه زندگی ایدئال مشخصه چیه؟ کشورها 190 کشور داریم، 200 کشور داریم دیگه، تو این کشور مشخصه، تو این آفریقایی که میگن چی پیدا نشه مشخصه چیه. حالا چی برسه که مملکت ما که همه جاش گنج و برای خودش. واقعا اینجوری، واقعا اینجوری. ممنونم از تماست. قطع شد عزیزم تماست. به هر حال یک موضوع مهم راجع به انتخابات صحبت شد، بذارید ما به حقمون بپردازیم و بگم که چرا این حق به من میگه که انتخاباتی در کار نیست. حق من اینه که اگر کار ایجاد نکردی بیمه بیکاری ایجاد کنی. کدوم نماینده راجع به بیمه بیکاری از من دفاع میکنه؟ نماینده جمهوری اسلامی اون. اونا نمایندگان جمهوری اسلامی هست، نه نمایندگان مردم. نماینده مردم شما این که به جمهوری اسلامی اعتراض میکنید، نماینده مردم کارگریه که به دستمزد زیر خط فقرش اعتراض میکنه، نماینده مردم معلمیه که، پرستاریه که، دست حقوق بگیریه که مبارزه میکنه، میگه من برای معیشت و منزلت زندگی میکنم، نمیتونی از من برده بسازی. انتخاباتی در کار نیست که من بخوام، ما بخوایم تو اون شرکت کنیم. انتخابات کی؟ یه حکومتیه بین دسته‌های خودش. اون مثال خیلی قشنگی این دوست ما زد، بر سر تومه با هم می‌جنگن، ما هم اون تومه ایم، بعد من برم یکی از اینا رو انتخاب کنم بگم بیا تو منو بخور، تو دندون تیستره، با من چرا باید این کارو بکنم؟ کدوم اینا آزادی و برابری زن و مردم میاره؟ کدوم اینا بهداشت رایگان، آموزش رایگان، یک زندگی بهتر، حرمت انسانی میاره؟ کدام اینا زندان اوین رو میبنده؟ زندان سیاسی رو میبنده؟ کدوم اینا میگه که مردم برده و رمه نیستن که بهشون بگی امت؟ کدوم اینا؟ بفرم عزیزم، صدای شما روی خط هست، چرا از وقت استفاده نمی کنی؟ اگر صحبت نکنی صدات قطع میشه دیگه، انتخاب با خودت. صداتون رو اتاق فرمان قطع کرد، چون شما با تلفن زنگ زدید، با تلفنم باید قرار صدای منو بشنوین. من صدای شما رو شنیدم، پس شما هم صدای منو میشنوید. این کار نکنید، اتاق فرمان به شما میگه صدای شما روی خطه، یعنی تموم شد، صحبت کن. من میشنوم و خود شما هم دیدین که همه میان رو خط صحبت میکنن.
این سکوت رو حتما رعایت کنید که این کار انجام ندید. بفرمایید. آقای بهاری اصلاحی میکنم گرفت شدید. آره عزیزم صداتون قصد شد. حالا از این بحث آقای بهاری من امروز یه خبری رو تو روزنامه داشتم میخوندم چون کار خودم به این سو مربوط میشه. یه بچه 13 ساله توی کرمانشاه بله خودکشی کرده زیادی هم اشاره کردن توی دستشویی خودش رو دار زده بود. بله دستشویی مدرسه این کار خبر فوق العاده تکان دهنده. بله فوق العاده تکان دهنده است. کار خوبی کردی رو خط اومدی گفتی این کودک 13 ساله در ادامه سلسله سری خودکشی هایی که جمهوری اسلامی روی دست مردم گذاشته و فوق العاده هم تکان دهنده است و واقعا زبان قاصر از این که بگه چه اتفاقاتی داره میفته. ولی بذارید من یک نمونه ای رو از زبان جمهوری اسلامی براتون بخونم. بیش از 80% مردم ایران توانایی مالی مراجعه به بیمارستان‌های بخش خصوصی را ندارند. بفرمایید. سلام خاطر نشین اروادی. ممنونم همینطور شما عزیز خیلی خوش اومدید. بفرمایید. مرسی لطفاً. آقا من می‌خواستم راجع به همین موضوع برنامه‌ای که گذاشتین صحبت کنم. به اضافه انتخاباتی که بهش اشاره کردید. بله بفرمایید. الان من مثلا شخصی مثلا برادر خودم مثلا میخواد من قبولش دارم مثلا میخواد بره مسجد مثلا خب خیلی شخص مثلا قابل اعتمادیه و من قبولش دارم که بره مسجد همین که من قبولش دارم اطرافیان هم مثلا قبولش دارم. یعنی اون جمع وقتی وارد اون محیط آلوده میشه دیگه اون شخصی که ما میشناختیم دیگه نیست. اون کسی نیست که ما میشناختیم و بهش اعتماد کردیم که بتونستیمش. اولا کریس دادنش کار اشتباهیه. دوما کلیم رأی دادن کار اشتباهیه. الان من اشاره بکنم من جوونی که مثلا میخوام زنگ بزنم به آقای بهاری باهاشون صحبت کنم در دلم و اصلا شرایطی رو پیش بیارم که حرف خودم رو به مردم برسونم. خب من باید الان باید برم کارت شارژ یعنی کارت شارژ گوشیمو باید مثلا نتیجه بگیرم فرض بگیرم. دقیقاً بارک‌الله بارک‌الله. جوونی بله جوونی در جوونی سن و سال من تو این مملکت مثلا من باید برم لیسانس بگیرم بعد از چند سال دانشگاه بعد از چند سال بدبختی کشیدم برم کار سینما بیام نویسنده شم وقتی دارم متن می‌نویسم باید از هزار تا فیلتر رد بشه ارشاد تایید کنه وزارت اطلاعات تایید کنه فلان تایید کنه بسار تایید کنه آخرش هم مثلا میری دلو دستشون تاییدش نمی کنن. میخواییم به چی رعی داریم؟ میخواییم برای چی انتخابات شرکت کنیم؟ برای انتخاباتی که الان 37 ساله 37 سال دارن مردم چاپ رو می کنن؟ برمیداره به ما میگه حقوق زیر 2,300,000 تومان زیر 2,300,000 تومان خط فقره. خب اگه اینطوریه فقط کسایی زیر خط فقره نیستن که دور بر رهبرن. الان آقای جنتی چند سالی اصلا تو چیزه چند سالی تو مجلسه رهبرش های مستقیم گشتاره تا زمانی که هستش اصلا اخراج میشه. آقا گفتیم تحریمیم مسائلمون با کشورهای دیگه فرق میکنه فلان کردن اذیتمون کردن الان تو تحریمیم. گفتیم آقا شما تو تحریمیم. خب تحریم ها شکسته شد بهانه دیگه داریم بیارون به زبون جایی بهانه چیه؟ فردا برمیگردیم میگه عربستان تحریم کرده عربستان حاشیه خلیج فارس رو در زدمون کرده که چی؟ ها؟ این بهانه ها هست این بهانه ها هست. من نوعی که مثلا زنگ میزنم وقتی برنامه شما رو میگیرم حداقلش به دوستان میگم که زنگ میزنم شعر میخونم خواهش میکنم تمنا میکنم حرف بزن راه حل داری بگو راه حل نداری بزن بقیه زنگ بزنم. رفیق من زنگ داده به برنامه میگه چی؟ به برنامه برمیگردیم نمیشه بقیه تو خونه نشستن. کجا تو خونه نشستن مردم؟ کجا تو خونه مردم نشستن؟ پس اونایی که الان تو اصل ویو دارن خودشو جیر میدن که اون قرشون رو بگیرن نشستن به نظر شما رو
الان من اون که مثلا 5 ماه 6 ماه حقوقم بیرون ندادم تو اتلیه، برم تو اتلیه بایدن حقوقم بخوام بگیرم، حقوق خودم رو مجبور گفتم آقا مثلا 5 میلیون تومن حقوقم ناری مثلا، که اصلا تو رژیم همچی حقوقی نیست. بعد من برمیگردم میگم که حقوقم بدین، نمیخوام اضافه بهم بدین، حقوق در دستمزد خودم بدین. به نظر شما میشستم نبتی؟ دارم خودم رو جد میدم که حقوق من رو بدن. الان من خودم رو جایی که از این کارگره گذاشتم و الان من هیچی که ماهی چقدر خرج خانوادمه اصلا بسش جدا خارجادین هم اصلا ماهی 150,000 تومن هم اصلا در آمد هم نیست. به صورتی که مثلا من میتونستم اگه اجازه کار به من بدن، که اجازه کار نمیدن، اجازه کار به من بدن، من میتونم هیچی خانواده خودم و خانواده پدرم هم تأمین کنم. حتی انتخابات یارو میگه انتخابات آقا انتخابات، من میگم کسی که مثلا میره تو مجلس من قبول میشم، ولی زمانی که رفت تو اون جامعه رفت تو اون محیط دیگه آلوده شبت آلوده هم به درد من شما نمیخوره. ممنونم عزیزم، یکم خلاصه کنی دوستان. زنده باشی عزیزم، کار خوبی کردی که صحبت کردی، خیلی هم نکات خوبی گفتی. اون دوستی هم که گفتش که مردم هم تو خونشونن فلان اینا، خب با اون دید نگاه میکنه، مبارزه مردم رو نمیبینه، میگه پس همه تو خونن. یا کسی که میگه مردم همه خوابن، چنین احساسی داره. بفرمایید. آقا بهاری خسته نباشید. زنده باشید عزیز. آقا بهاری من دوباره اومدم رو خط. ببخشید جان، هر کسی که دوست داری مرا ببخشید، بود سه بار اومدم رو خط. این کاران شما چه مطمئن پیغام پس کن. یه آقای اومد جواب من رو داد، اومده میگه آقای محترم من خواستم اون داشتم میگم من نه معتادم نه بیکارم، خدا رو شد کارم هم خوبه، درآمدم هم خوبه، ولی من با بدبختی مذاکرم به خود آقای بهاری گفتم داداش من، ولی بی وجدان نیستم، بی عاطفه نیستم، دارم میبینم مملکتم و مردم کشورم و دارم چه ریده میگه میکنم داداش من. روز قضاوت نکن، روز خودتو قاضی نشدی تو تلی میگی یا عملیه یا نمیدونم بیکاره، نه اینجوری نیست. ولی بعدم داری میگی من زندگی میخوام، زندگی داره شما زندگی کردن، ما هم همه زندگی میخواییم، ما مرگ نمیخواییم که، ولی با این آخونده ها موضوع برنامه این مدل نمیشه زندگی داره شما، باید با این کف خیابون باید بجنگیم با این آخونده، باید با حرف نمیشه. بعد هم بگم من هم زندگی میخوام، من از شما زودتر آمدم، شما دارم چند سال دارم، من دقیقا سه سال کوچیک‌تری دیگه دیگه خلاصه کنید دوست عزیزم، ما که دعوای شخصی با هم نداریم. شما گفتید که من یه جوونم و به شدت عصبیم، ایشونم حرف درستی زد، گفت خب باید ریشه عصبی بودن معلوم بشه. فرد شما رو نمیگه، همه رو میگه. من خودم بعد از صحبت شما گفتم، گفتم جوونا درب و داغونن چون درب و داغونشون کردن. ایشون هم همینو گفت، گفتش که خب شاید آدم معتادیه، معنون این است که شما معتادی. میگه عصبی هم برای که اعتیاد موج میزنه تو این جامعه. شخصی نگیرید این صحبت ها رو. بفرمید. سلام آقای بهاری، خسته نباشید. زنده باشید، همینطور شما عزیز. بفرمید. تقدیر تشکر دارم، واقعا دستتون در نخوره، زحمت میکشید. ممنونم. این پوره که الان از خارج اومده داخل اینا خیلی وقت واسه اون پوره نقشیش تخیده هست چجوری اینا تقسیم کنن، چجوری بخورن و اینجیزا، اصلا پوری نمیمونه که سال مردم کار برای این پوره ها خیلی وقتی پیش نقشه تخیدن و سپاهی و بسیزی و آخوندی و اینجیزا. اگه امکان داره با آقای نوریزاد واقعا این انسان تمام معنای واقعا این مدیریت خیلی بلده، اگه با این آدم بشونی صحبت کنید واقعا خیلی به نفع این ماها کار میکنه، خدا خیرش بده. دوباره بیشتر روی انتخابات چیز بدید، اگه الان اینا از داخل واقعا از انتخابات خیلی میترسن، همه راه نجات ما فقط این تحریم اول سلام و تحریم این انتخابات هست. این تحریم کن اول سلام و شرویش کردم واسه این آخونده، خدا خیرتون بده، دستتون در نخونه. ممنونم عزیزم. ببین راجب انتخابات، خب الان همین دوستان صحبت کردن، معلومه که بایدن بیشتر صحبت کردن. جمهوری اسلامی به اونجا کارش رسیده که خامنه ای بیاد بگه آقا تو اگه مخالف جمهوری اسلامی هم هستی بیا به ما رأی بده،
اصلا شما مزهکه رو نگاه کنید. اگه من مخالفم، خب میخوام مخالفم دیگه، مثل مخالف میخوام مخالفتم رو بکنم. قرار نیست که من مخالف شما به شما رأی بدم. رأی چی بدم؟ رأی چی؟ بگم من مخالف تو هم، تو برو مجلس علیه من. بفرمید. درود بر شما جناب بهاری عزیز، از آبادان تماس میگیرم. قربان فرهاد هستم. زنده باد فرهاد از آبادان، بفرمید. خسته نباشی شما و همکارمون. آقای بهاری، میخواستم یه دو نکته رو خیلی سریع بگم، چون یه نکتهش مال برنامه دیشب بود. میخواستم اگه بشه خواهش کنم از اون هسته مرکزی رهبریت و اون دستگاه تلویزیونیتون باهاشون یه صحبتی بکنید، که اگر میشه ما درست طرفدار آزادی خواهی هستیم، طرفدار برابری و جنسیت برابر هستیم، منتها من فکر میکنم جامعه ما هنوز چشش اینو نداره که اون صحنه ها و اون گفتارهایی که دیشب تو برنامه جوانان کمونیست به حساب پخش شد و مردم بپذیرن. واقعا ما خودمون توی جمعی بودیم وقت اون صحنه ها و اون عکس ها و اون صحبتی که اون دوست عزیز اومد صحبت کرد در مورد آلات تناسلی زن و مرد، ما اصلا خجالت کشیدیم واقعیت. آقای بهاری، نه اینکه بگم بده، نه نمیگم بده، منتها دید مردم جامعه ما از قدیم یه جوری بزرگ شده اینجوری 37 سال الان این مردم دین زدن، مذهب زدن، مردم جهان سومی هستن. این چیزا رو نمیتونم، باید پلمه پلمه بریم جلو. آقای داری، من اینو از روی دلسوزی برای حزبم میگم ها، نه اینکه بخوام خدای نکرده این حزب رو بکوبم. نمیخوام مردم رو برگردونم فکر کنن چه خبره، چون بعضی عقلشون به چشمشونه. این یه نکته. نکته دوم، میخواستم در مورد تحریم ها بهتون بگم که آقای بهاری، مردم همه اینو میدونن، هیچی بهتر نمیشه. الان صحبت از گران شدن دوباره 15 درصدی آب، برق و گازه. همین الان دارن صحبتشو میکنن، گازهایی گرون شده، دوباره گازهایی گرون میشه، بلیط اتوبوس ها نمیدونم این ماشینایی که با گازهایی کار میکنه همه میره بالا، ماشینای باربری که بره بالا، اون ماشینی که میره میوه میاره وقتی گازهاییشو گرون بزنه میوه میکشه بالا گرون میشه، گوشت میکشه بالا گرون میشه. دستمزدارم میخوان 12% حساب کنن که به حقوق منی که حدود 1,000,000 میگه نزدیک تقریبا 80-90 تومن تا شاید 100 تومن بخواد بهم اضافه شه. ببین چقدرش داره اضافه گرونی میکشه، اصلا ترسام آوره. چند روز اومدی مرخصی خونه پیش مادرم اینا شهرستان الان کرج هستیم، اینقدر الان مشکلات تو این زندگی هست که من اون چیزی که ته جیبم بود و همه رو دادم، تا یه چیزی رو قرض گرفتم از دوستانم. من مجردم، زن ندارم. ببین تو بالاخره یه مادر و یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر هست که باید خرج اونا رو بدم. واقعا نمیدونم چیکار کنم. مادرم مریضه، میخوام ببرمش سونوگرافی، کلی خدا که من پول ویزیت و فلان و این چیزاش میشه. برادر همیشه، یعنی ما نمیدونیم به کجا باید بریم، حتمون رو بگیم به کی بنا ببریم. فقط از جوانانی که فعالیت میکنن و امیدوارن به آینده ای که این رژیم کثافت به سرنگونش کنن. جوانان خدا وکیلی، ببینید پدرای ما اومدن تو خیابون اون حماسه رو آفریدن و گفتن مرگ بر شاه، از گوشت و پوست و استخونی که ما ازشون به دنیا آمدیم بودن. آدم و همین نبودن آمدن تو خیابون. خودتون رو باور کنید، باور کنید. اگر من تو ما بشوید، اینا عمامه هاشون رو دست میگیرن فرار میکنن از ایران. فقط کافیه یه ذره به خودتون باور کنید، یه ذره. من در حکومت کسی به جمهوری اسلامی بهتون بدید میگم آقای بهاری. ممنونم عزیز، زنده باد. در رابطه با موضوع برنامه سازمان جوانان کمونیست، من این برنامه رو ندیدم، میتونم حدس بزنم که افشاگری بوده و ممکنه که آدم فکر کنه این خیلی افراطی به نظر میرسه، ولی نه، اینجوری نیست. اتفاقا باید این پرده ها رو پاره کرد، این پرده هایی که مذهب، ارتجاع، سنت های عقب مونده و به شدت مرد سالار درست میکنه و تبدیلش میکنه به حجب و حیا، تبدیلش میکنه به آبرو. اتفاقا اینا رو باید پاره کرد و دور ریخت. نسل جوان هم همینجوره، همینجور که ازدواج سفید عادی میشه براش چون حقشه. قرار نیست نمیدونم چی میخونن، اون که میخونن آدم و زن و شوهر میشن، کلمش چیه؟ صیغه یا چی؟ ببخشید من کلمش رو بلد نیستم. خطبه عقد، مثل اینکه آره نمیدونم درست گفتم تازه این کلمه رو یا نه. قرار نیست من با کسی قرار زندگی کنم یا آخوندی برای من یه چیزی بخونه بعد بگه شما حلالین و اون تعیین میکنه که من با کی میتونم ارتباط داشته باشم. خب معلومه جوونا میزنن زیر این کاسه فریبکاری و دغلبازی و ارتجایی.
معلومه به نظرم باید از این دید نگاه کرد. من جزئیات برنامه رو نمیدونم، حدس میزنم که باید همچین چیزایی بوده، اظهار نظر کردم. اما نکته مهمتر راجع به جوانان گفتی، به نظرم و خواستشون چند تا خواست باید الان مطرح کرد دیگه. یکیش افزایش دستمزد. تحریم ها بهانش تموم شد، دستمزد من چرا 12% بردی بالا؟ اون چیه؟ مگه با 12% به این چندرغازی که من میگیرم، خودت میگی 2,300,000 تا، اونا میگن، وگرنه خط فقر 3,700,000 بدون تردید، 3,700 زیر اون خط فقره با یه استاندارد متوسط پایین. تازه یعنی اجاره خونمو بدم، آب و برق و قبض و تلفن و عیابزه ها و اینا، قضا داشته باشم، نلرزم یکی در خونمو بزنه، به بچم هی نگم نه نداریم، نخوا نیست، هر روز شیون بلند نشه از تو خونه، جنگ و دعوا به خاطر اینکه آه من الله وجود نداره. اون زندگی حد متوسط مگه 3,700,000؟ این نماینده مجلس میگه 2,300,000. خب دستمزد من با 12% که چندرغازم نمیشه هنوز که. پس یکی از مطالبات فوری من افزایش دستمزده. ببخشید پشت خط منتظر بودید، بفرمید. خواهش میکنم. با شب بخیر آقای بهاری و تشکر از زحماتی که میکشید. اگه اجازه بدین من در مورد این تحریمات دو مطلب خدمتتون و هموطنهای خودمون بگیم. بفرمید. آقای بهاری چه تحریمی؟ شما حساب کن، شما اگه کشوری رو تحریم بکنه اصلا به اون کالایی فروخته نمیشه. این مولای ما 30 سال تمام لوازم کارخونه های اتمی رو خریده بودن. این چه نوع تحریمیه؟ الان شما حساب بکن این سرمایه‌دارا یا این کشورهای اروپایی یا آمریکایی، شما پول داشته باشه همه چی میتونی بخری. 5 سال پیش تنها تحریمی که به ایران اینها آوردن، همین 5 سال پیش اوباما گفت اگه اینا نفت فروختن، کشورهایی که نفت از اینا میخرن پول اینا رو پرداخت نکنن. اونم دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینا دیگه پول کافی نداشتن برن چیز بخرن، لوازم اتمی بخرن، چون 300 میلیارد تو این کار خریده بودن و اون کشورهای آمریکایی و اروپایی هم تصمیم داشتن این همون خدافی یا بمبارون کنن یا هم اینا رو مجبور کنن یا اون کارخونه ها رو، این الان که تو اون عراق سیمان ریختن تو قلب کارخونه، خراب کنن از بین ببرن. تحریمی وجود نداشته. اینا همش برای کلاهبرداری ما ملت گفتن تحریم تحریم. چه تحریمی؟ اینا فقط میخواستن من و شما رو سرگرم کنن با این حرفا که ما گشنگی بکشیم، بیکاری بکشیم، حقوق کارگرای ما رو ندن که بگن تحریم شدیم. اون زمانی هم که تحریم نفت بود، همین بیناموسا نفت ایرانو با کشتی می بردن توی آبای بین المللی می فروختن بشکه $10. آخه تا کی ما می خواهیم چشمامونو ببندیم، گوشامونو ببندیم، این حرفا رو باور کنیم؟ این دروغا رو فقط این جمهوری جنایتکار می تونه به ملت ما بگه. ملت بیدار شید، ملت بیدار شید. اگر بیدار نشید، اگر متحد نشید، این آخونده براتون برنامه های بدی روی کار میارن و ازتون بدتر از همین چند سال گذشته هم خواهد شد. پس چشماتون رو باز کنید. ما تحریم نشدیم. تو این دنیا تحریمی وجود نداره. پول داشته باشی کاپیتالیست هر چی بخوای بهت میفروشه. سرمایه دارای بزرگ هستن، هر چی بخوای تو این دنیا بهت میفروشن. فقط باید پول داشته باشی. پول بیار آش بخور، پول نداری هیچی هم بهت نمیدن. شبتون بخیر، تشکر میکنم. ببینید یه بخش از دور زدن تحریم همینه که شما میگین، ولی به صورت واقعی خب اینا تحریم بودن به خاطر ماجراجویی هسته‌ای که داشتن و تو شکست خوردن.
و اون تحریم زندگی مردم ایران هم تحت تاثیر قرار داده. منتها جمهوری اسلامی بانی و مسبب این وضعیت، مردمی که به نون شب محتاجن میخواد براش کیک زرد درست کنه، یعنی اورانیوم غنی شده درست کنه، میخواد بمب اتم براش درست کنه. همون بحثی که اوایل برنامه کردیم، من میگم گرسنه، میگه من بمب هسته‌ای برات درست میکنم، کلاهک هسته‌ای درست میکنم، موشک قاره پیما درست میکنم. میگم بچه من افتاده تو زیر دست و پا، 7 میلیون برابر جمعیت نروژ، برابر جمعیت دانمارکه، 7 تازه عدد خود حکومت این، 7 میلیون کودک به مدرسه نمیرود، 7 میلیون. شما این رقم دیوانه کننده است، کجا میره این 7 میلیون؟ 20 سال دیگه شما چی بهش میگین؟ 20 سال دیگه 25-6 سالش این آدم سواد نداره. 7 میلیون. خب بمب اتم برای چی من میخوام؟ من میگم مدرسه بساز، میگه کلاه که هسته‌ای میسازم. میگم بیمه من چی میشه؟ میگه من امروز اورانیوم غنی کردم، 350 تا سانتریفوژ اینجا اضافه کردم، 3500 تا اونجا، 14000 تا اینجا. تو حکومت من نیست دیگه. چون وارد یه داستانی شدی، امروز با عربستان درگیری، فردا اونجا، این زندگی نشد که. انتخاب مردم جمهوری اسلامی نبوده. انتخاب مردم نبوده. مردم نمیدونستن این چه کلاهیه که سرشون دارن میذارن. به خاطر اینکه تو حکومت قبل اسلام، حکومت اسلامی و اراجیفی که به نام حدیث و فلان به خورد مردم میدادن، کسی جرات نداشت نقدش کنه. نقدش میکرد میگفت این کمونیست میگیرم اتلا. آگاهی نمیشد به مردم بدید. بفرمید. الو. بفرمید. الو. سلام علیکم. سلام، از من هست، بفرمید. بایی بحالی رو هم صحبت کنم. بله عزیز، صداتون هست، منم صداتون رو دارم، بفرمایید، وقت مال شماست. ببخشید بحالی، بخاطر همین الان کلام رو که نوشتین بحالی تحریم و اینا. بله تحریم، این تحریم و اینا همه شروع بالا با بالا. من یک کارگر برده خستم، دو تا بچه مریض دارم، یکیش دیابتی، یکیش ناراحتی قلب داره. الان من باید چکار کنم؟ من باید 300 تومن حقوقم، باید 150,000 تومن برای من و بچم باید خرج کنم، باید 100 تومن برای چشماش، تا کجا برسم؟ این ملن خواهم بیداشتیم بعد این تحریم و این همه شروع هم میدونی؟ من باید چکار کنم؟ چکار؟ من باید باید 3 بیور گوشت خیفت نکنستم برای خانواده هم بگیرم، میدونی؟ اب گوجه سه بری بعد یه گوشت نترسم بگیرم، به جه گوشت درم سوسیس هم بر میخورم، میدونی؟ قربانت عزیزم، ممنونم. وضع میلیون ها مردم همینه، همین که شما داری میگی، سوء تغذیه که شا خودم نداره. وزیر بهداشته وزارت خونه درست کرده، به جای اینکه بگه چقدر وضعیت رفاهی مردم درست شده، آمار از تو جیبش در میاره انگار شاهکار کرده. 850,000 کودک در سیستان و بلوچستان دچار سوء تغذیه ان. با خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. 37 سال شما چه غلطی پس میکردی؟ 850,000 کودک سوء تغذیه ان، شما اصلشو نشمردی. بعد بگو چرا؟ تو کدوم تغذیه؟ نه هوای سالم، نه آب، نه غذا، نه زندگی، نه شادی، نه رفاه، نه خوشبختی، نه آینده. بعد من بیام به تو رأی بدم، رأی چی بدم؟ یعنی چی رو نمایندگی کنی؟ 37 سال شما چی ساختی که من بیام بگم آه خیلی ممنون، لطفاً یه دو روز دیگه سر ما حکومت کن، دست شما درد نکنه، خیلی خوب حکومت کردی، ترکمون زدی به تمام این کشور.
اون چه که در مقابل مردم هست یه حکومت به شدت بیگانه با خواستها، مطالبات و بفرمید. سلام آقای باری. بفرمید جانم. سلام از من است. بفرمید. خوب هستی؟ زنده باشید. خودم هستم عزیزم، صدای شما روی خط، ما که الان داریم هم صدای هم دیگر میشنویم. بفرمید ادامه بدید. خواستم عرض ادب کنم، من چون خیلی دوست دارم، محبت دارم، بس متاسفانه هیچ کاری نمیشه کرد آقا، میدونی چی میگم، هیچ کاری نمیشه کرد. چی؟ دوباره بگو عزیزم. نه لطفا رو خط بمون. گفتین چی نمیشه؟ من متوجه نشدم راستش. نه قطع هم شد صدات. من متوجه نشدم گفتید، نمیدونم آیا گفتید دست خالی، اگه احیانا من درست شنیدم، ولی رو خط بیا صحبت کنیم. اولا ممنونم از محبتت، دل به دل را داره، ولی خب ما باید حرف هم دیگر بفهمیم و از این برنامه هم نتیجه بگیریم. حق من میخوام یعنی افزایش دستمزد میخوام، یعنی بیمه فوری میخوام، یعنی بهداشت رایگان میخوام، یعنی آموزش رایگان میخوام. اینا حق منه. ورداشتی رفتی کلاهک هسته‌ای درست کنی، موشک قاره پیما درست کنی، من در واقع گشنگی میمیرم. فحشا زد به تمام جامعه رو در و داغون کرد. شما برو اتم بساز، برای اینکه کاری ندارم با جامعه. یه مشت ارازل و باش میره زندان میسازه، بند 29، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه میندازه به جون مردم، برای اینکه بگه حقتو نخوا. حالا من میرم موشک میسازم، بعدشم رانتخاری میخورم، آقازاده پشت آقازاده میلیاردر، شما جیکت در نیاد، وگرنه بلا به سرت میارم. خب معلومه مردم نمیپذیرن. اولا مردم از جمهوری اسلامی نمیترسن، اینو بذاریم روشن و واضح و ساده بگیم، مردم از جمهوری اسلامی نمیترسن. برای چی بترسن؟ چی از دست میده؟ مثلا من چی از دست میدم؟ شغلمو از دست میدم؟ کدوم شغل؟ کدوم کار؟ از کجا بیرونم میکنی؟ بفرمید. وقت شما بخیر آقای بهاری. زنده باشید عزیز، وقت شما هم بخیر. بفرمید آقای بهاری. الان یک هموطنی اومدن، کارگری بود که دو تا بچه داشت، گفت من 300,000 تومان حقوق میگیرم. بله. صحبتم با اون کارگره، در پایان صحبتش اشاره کرد چی باید بکنم. همینطوره، گفت مشخصه چی باید بکنی. زمانی که کارگرها همرزمای تو، دوستای تو میان تو خیابونا اعتراض میکنن به حکومت، به این سیستم، به اون ملاهای رژیم حاکم، شما چرا تو خونه نشستین اعتراض؟ اون زندگی که شما الان دارین اون خفت و خاریه، اون زندگی نیست، اون مرگه. مگه نمیخواییم به عزت برسیم؟ مگه نمیخواییم به آزادی برسیم؟ مگه نمیخواییم به بیمه داشته باشیم، آینده خوبی داشته باشیم؟ پس بیاین از اون هموطنت، از همرزمت حمایت کن، اونا رو تو صحنه تنها نذارین. موقعی که اعتراض های مدنی میشه در جامعه حمایت کنین، چه کارگرش چه فرهنگیش. این میشه فعالیت، این میشه مخالفت با رژیم. این مسئله ترهیمایی که شما الان مطرح کردین آقای بهاری، این مسئله یک بهانه است که بتونن جیباشون رو دوباره رژیم پر کنن و بتونن جیب حسن نصرالله و خالد مشعلها رو با این اسدها حمایت کنن. پولی ندارن، میخوان از اون پولها دوباره بتونن یه جریان دیگه ای را بندازن. این مسئله برای ملت ما سودی نخواهد داشت، این سفرده هایی که در خارج هست. ما تخمین، خانم اشکان تخمین زدن، گفتن 151 میلیارد دلار اینا سفرده در بانک های خارج. بانک مرکزی اعلام کرده ما بیشتر از 23 میلیارد نداریم. اون بقیه پول کجا خواهد رفت؟ مشخص کجا میره؟ در حساب هاشون، در اون جریان های تروریستی، در جریان های آدمکشی مصرف خواهد شد. به نفع ملت ما نخواهد بود. شما برای اینکه کار این رژیم تمام کنید،
تو انتخابات شرکت نکنین، این رژیم رو تنها بذارین، تمام خبرنگارا که میان برای گزارش بفهمن ببینن که ملت رژیم رو نمیخوان، اینها رژیم تنها مونده و این یک اخطاری میشه برای رژیم و این یک هشداری میشه برای مجامع بین‌المللی که بتونن فشار بیارن به رژیم، شاید بتونن و انتخابات آزاد بزنن زیر پوشش مجامع بین‌المللی. اینه برای رسیدن به خوشبختی، برای رسیدن به عزت باید این راه رفت، راهی دیگه این نیست، فقط راه سرنگونی رژیمه، راهی دیگه این نیست. من خیلی متشکرم آقای بهاری. زنده باشید عزیزم، ممنونم. ببینید واقعیتش اینه که مردم انتخابی اگر جلوشون هست، انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامی، هیچ انتخاب دیگه ما مقابلمون نیست. ما یه انتخاب داریم، این حکومت رو به زیر بکشین. حالا بعد از این همه فقر و فلاکت و شکست خود جمهوری اسلامی، حالا تازه من برم دوباره سرپا نگرش دارم بگم حالا من به تو رأی میدم حسن علی رو و کلای علی رو ورده به سر کلای سر ولی؟ مسخره است. ما با انتخابات روبرو نیستیم، این حکومت انتخاب بردار نیست، این حکومت اصلاح بردار نیست. کجاشو اصلاح کنیم؟ بفرم. سلام. سلام آقای بهاری. سلام از من هست عزیز، بفرمایید. سلام میکنم برای شما و بینندگان محترمت. آقای بهاری، برنامه کانه ترهیم ها میخوام صحبت کنم. به استدعا میکنم، بفرمایید. بله. حالا گیریم 37 سال جنگ بود، ترهیم بود، هر تموم شد. الان 150 تا 170 میلیارد دلار پول داره سرازیر شده ایران، کشتی های نفتکش رو به سرازیر شد، تبدیل دلار داره میشه، لوله گاز 4 روز تبدیل به دلار داره میشه. الان باید بیان یا کار بدن، یا تا وقتی که کار ایجاد نکردن این آقای که خانمی که بیکاره حق بیکاره بدن، اگر اینا فکر شهروندان خودشون هستن. همینطوره. الان دیگه بهانه، حالا هر چی بود تموم شد رفت، 37 سال یا شیره مالیدن یا درست بود یا غلط بود، تموم شد رفت. الان این همه پول سرازیر شده ایران، کشتی ها الان دارن حرکت، تبدیل به دلار میشن و لوله گاز تبدیل به دلار شده. الان باید بیان تا وقت شغلی را ایجاد نکردن برای من بدبخت، باید حق بیکاره بدن، بیان این رایگان کنن دکترمه، بیان این به شرطی که بیان کار داد کردم. من چیزی نمیخوام، من میخوام برم کار کنم رو پای خودم باید. اما کار نیست، اگر اینا فکر ملت هستن باید بیان شروع کنن. خیلی ممنون که ممنون عزیز، خیلی تأکیدات درستیه، تأکید درست این برنامه، دقیقا تأکید این برنامه هم همینه، به درستی شما میگید. کار نیست، کار ایجاد کن. کار نمیتونی ایجاد کنی، بیمه بیکاری بده. من که خودمو بیکار نکردم، رفتم دانشگاه درس خوندم، نه اصلا دانشگاهم نرفتم، من شاغلم، سر کارم بودم، اخراجم کردی. یا الان قرارداد جلوم گذاشتی، من استخدام قراردادیم، هر لحظه پام رو پوست موز، هر لحظه زمین میخوره، معلوم نیست که سرمایه دار اخمش میره تو همه رو اخراج کنه، کجا میخواد سرمایه‌ش رو ببره پول بیشتری به دست بیاره، سرمایه گستری بکنه جای دیگه. من شدم چی میگم، مرغ عزا و عروسی، عزاست منو سر میبری، عروسی منو سر میبری. وقتی تحریمی فشارش با منه، حالا تحریما رو برداشتن بازم فشارش با منه، حالا میگی تحمل کن. چی رو تحمل کنم؟ تحمل چی؟ چرا تو تحمل نمی کنی؟ چرا آقازاده ها تحمل نمی کنن؟
لطفاً از این دانشگاه‌های معتبر دنیا اینا رو جمع کن ببر تو ایران بگو یه خود تعامل کن. بفرمید دوست عزیزم. سلام با آقا بهاری می‌خواستم صحبت کنم. بنده خودم هستم، شما صداتون روی خطه، از وقتتون استفاده کنید. بفرمید. حال شما خوبه آقا بهاری؟ زنده باشید. بفرمید، از وقتتون استفاده کنید. واقعا از برنامه خوبتون تشکر میکنم. واقعا من الان شاید بگم یک سال یعنی نون خالی و فقط نون تخمه دارم میخورم. باید چیکار کنیم ما؟ فقط حرف میزنیم ما، عمل کجایی؟ باید چیکار کنیم؟ عزیز صدات قطع شد. خب خواهشم اینه که همین الان مجددا شماره بگیری و رو خط بیای. نکته مهمی داره میگی، یک سال این وضعیت زندگی ما، همین تصویرها رو باید بگیم که معلوم بشه چقدر ما شبیه هم زندگی میکنیم. بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه. زنده باشید، همینطور برای شما. بفرمایید. زنده باشید، قربان شما، همچنین بینندگان شما. میخواستم بدونم که این الان توضیح بدین که الان پیو نفت آبادان کجاست؟ چرا باید لیگ دست دوبتوب بزنه؟ شما چرا به عادل فردوسی پور؟ الان صحبت سر عادل فردوسی پور رو لیگ آبادان نیست که عزیز من. آخه صحبت مناسبم نبود راستش، یعنی کار خوبی نکردید شما. یکی داره میگه من یه سال نونت خالی دارم میخورم، شما پشت سرش میادی همچین کاری؟ یعنی اینقدر اصلا هیچ احساسی، هیچ وجدانی باید اصلا نمیپذیره اینو. تکان دهنده است. یکی نون نداره میگه با نون ندارم، نه به معنای غذا، میگه ندارم. اون خانواده دارن چجوری زندگی میکنن؟ لباس تنی خانواده چیه؟ گذران زندگیشون چیه؟ توی جامعه چه میکنن؟ بس شما میای میگه نمیام عادل فرد. کار خیلی زننده است، خیلی فوق العاده زننده است. یعنی واقعا باید خودت اینجوری فکر کنی، بگی اگه مامورم باشم این نمیشه اینجوری دیگه. خیلی باید آدم به هر حال کار خوبی نکردی. ببین وقتی که ما میگیم حقمو میخوام، این حق معنی میشه و عملیه و سیاه رو سفیده. من حقمه که زندگی کنم یا نه؟ به همین سادگی حقمه؟ معلومه که حقمه. این زندگی رو کی از من گرفته؟ حکومت جمهوری اسلامی گرفته. من حق دارم. بفرمید. سلام، خسته نباشید. زنده باشید. بفرمید. آقای آقایی که گفتن نیدون یه سال تخمون میخورم، خیلی اونم پیدا نمیکنم به خودم. صدا نداری که؟ بله صدا شما هست. بفرمید. خوب هستید. من سلام از میکنم به همه بینندگان شما. یه داشتم عرض میکردم این بیانسه یه کاری کردن، ملت ایران همشون گرسنن، هرچی آخونده بچه آخونده بهتر ماشه زیر باشنونه، پولا هم میکشن بالا، ملت هم صورت ندارن میمال، هر کسی هم حرف میزنه رجاشر، ایرین، گزل میکنن تو زندان، میزنن تو آقای خنگت میزنن، کلی هاشم در میاره میتونشن بیرم میزنه بچه آخوند. اینا همشون دین آموزن، مردم باید بیرون بیرون. این دارم هم چاره استانبول بودم، یه ناخون دارم علم مناسبه. ببینید برگردیم تا فرصتی هست راجع به این که ما حقمون رو میخواییم. خب خیلی از شما به نکات بسیار مهم و با اهمیتی اشاره کردید، حقتون رو گفتید. حق من برای یک زندگی، مثل اون جوونی که گفت آقا من زندگیمو میخوام، همش رو میخوام، از هیچیش نمیگذرم. کاملا درسته و باید همین روحیه رو داشت. من زندگیمو میخوام، از هیچیش نمیگذرم، از آزادیم، از شادیم، از رفاهم، از هیچی نمیگذرم، همش رو ازم گرفتی. من آزادم اعتراض کنم، بعد به من میگی بیا رأی بده؟ با برادران امام زمان دنبال من میدوی که حرف نزنم؟ به قول این آقا منو بگیری بندازی از این زندان به اون زندان، حالا رأی منو میخوای؟ رأی منو برای چی میخوای؟ من خودتو نمیخوام، حالا میام به بگم کیو انتخاب میکنم بره تو مجلس تو؟ خنده آور هستن.
به همین خاطر این حکومت به دست و پا افتاد. کسی از حق من دفاع کرده؟ مجلس شورای اسلامی از حق من دفاع کرده؟ مجلس خبرگان از حق من دفاع کرده؟ اومده گفته با اینا نون ندارن، زندگی ندارن، این چه وضعیه؟ چرا ثروت مردم تو قرارگاه خاتم الانبیا است؟ چرا ثروت مردم تو جیب آیت الله گردن کلفته؟ سلطان شکر کیه؟ سلطان فولاد کیه؟ ثروت مردم چطوری تو دست آستان دزد رضویه؟ چند میلیون حاشیه نشین تو مشهد هست، حقشو میخواد، میگه خونم، زندگیم، استاندارد، مسکن، زندگی سالم، اینا نیست؟ به آرزو تبدیل شد، آب خوردن سالم به آرزوی مردم تبدیل شد، آب خوردن. یه وقتی بود طرف میگفت برای اینکه یه چیز ساده ای مثال بزنه، میگفت مثل آب خوردنه. الان آب خوردن بود یکی از مشکلاته. آب خوردن چی؟ از آب و هوا گرفته تا غذا، آزادی، معیشت، همه چی به گروگان گرفته شد. و معلومه حالا به اسم تحریم، به غیر تحریم، این حکومت همینه. بالا و پایینش بکنی میگن گربه مرتضی علی، هر جور بندازیش با همون چهار دست و پا میاد پایین، میاد میفته به جون مردم. نکات با اهمیتی که ما باید روش تأکید کنیم و در مقابل حکومت اسلامی با همین خواست ها و مطالبات بیستیم همینه: افزایش دستمزد فوری بدون درنگ. این 12% چندرغاز فقط تحقیر من، تحقیر رسمیه، به ریش من میخنده. میگه خط فقر، خودم میگم، حالا خودشون میگن، کار ندارم به واقعیش چیه. میگه میگم 2,300,000 تومان خط فقره، بعد به کارگر 800,000 تومان حقوق میدم و بردمش سکنج دیوار. افزایش دستمزد فوری میخوام، برابر استاندارد، برابر استاندارد یک زندگی مرفه انسانی، حقم. بفهمی. الو، سلام علیکم. سلام، از من هستم. زنده باشید، بفرمید. من بازم تکرار میکنم مثل چند بار قبل که من از شخصیت شما خیلی خوشم میاد. علی آقای بهاری، کسی توی این مملکت حق داره که باید یا عضو بسیج باشه یا سپاه و یا به هر حال خواهان اینا باشه دیگه؟ دیگه حق چرا نیست؟ برای اونا هست، همه ملت ایران که بی حق نیستن. از این 70 میلیون این چند نفر فقط حق دارن؟ خیلی ممنون، خداحافظ. معلومه، معلومه، دستتون درد نکنه، ولی خب ما صحبتمون سر مردمه. آقازاده ها که تحریم نبودن، آقازاده ها از قبل تحریم میلیاردر شدن. رانتخار به کی میگن؟ چطوری یکی سلطان شکر میشه، سلطان فولاد میشه، سلطان نمیدونم واردات میشه؟ تانکر خود جمهوری اسلامی علنی میکنه، میگه تانکر اسلحه و مشروبات توسط کی وارد میشه؟ معلومه. بعد میگه مرزها رو کنترل، مرز چه کجا رو کنترل میکنی؟ خودتو باید کنترل کنی، خود بیت رهبری رو باید کنترل کنی. مرز چی؟ مطالبه و خواست ما رفتن جمهوری اسلامی بدون برو برگرد، نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر. جمهوری اسلامی باید برود. بهانه تحریم ها تموم شد، گورتون رو گم کنی، نمیتونی که زندگی تامین کنی. تازه اومدی میگی 10 سال دیگه صبر کن. به قول اون دوستمون خیلی درست میگفت، میگفت تازه اومده نقشه کشیده برای 150 سال دیگه. بیمه بیکاری، آموزش و پرورش رایگان و بدون تبعیض، بهداشت و درمان رایگان، اینا خواستای ماست. خواست مردمیه که زیر خط فقر روندیش، خواست مردمیه که اعتراضشو با گلوله جواب میده تو شهر روی، خواست مردمیه که نمایندهشو میگیری میندازی تو زندان. جعفر عظیمزاده، بهنام ابراهیمزاده، رسول بداغی، ده ها زندانی سیاسی دیگه، اونا نماینده مردم، نماینده خاص و مطالبات مردم.
در این برنامه تأکیدات زیادی شد، نکات بسیار با اهمیتی خود شما گفتید و امیدوارم که به شکلهای دیگه باز همین بحث رو ادامه بدیم. به راجب انتخابات صحبت کردید و نه اصلا بر سر تحریم، تحریم انتخابات بیمعنیه، انتخابی در کار نیست. ما چیزی به نام جمهوری اسلامی نداریم که نمیخوایم که انتخابش کنیم. بنابراین ما انتخاب مربوط به خودشه، این دعوای خودشونه، آقایان خودشون میرن به خودشون رأی میدن یا نمیدن، این مشکل جمهوری اسلامیه. مشکل ما برداشتن جمهوری اسلامی، انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی. از توجهتون به این برنامه متشکرم، از اینکه احیانا پشت خط موندین و نشد روی خط بیاید واقعا پوزش میخوام، میدونم خط شلوغ بود. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مراقب همدیگه باشید و شب خوبی در ادامه داشته باشید.